توجهات شما به این برنامه. به ادامه تشریح آیات قرآن از طریق معارفه و گفتگوی با شما عزیزان ادامه میدهم. من سپاسگزاری میکنم از محبت شما عزیزان و از اینکه زحمت میکشید و تماس میگیرید، وقت میگذارید. از همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم. اگر که پاسخ مطالب شما دقیق نیست یا بعضی از شما پاسخ دریافت نمی کنید به علت نقص سیستم هست، به بزرگواری خودتون باید ببخشید. جناب فیض محمد بشر دوست می گویند من در مورد قرآن چیز زیادی نمیدانم، ولی من انسانیت رو در وجود شما دریافت کردم. در رابطه به مهاجر افغانی حرف زدید، واقعا عالی بود. جناب عبدالواحد اشاره به سوره اسراء 70 ما بنی آدم رو محترم و بزرگ داشتیم. جناب عالمیان به آقای آریافر پاسخ دادند. جناب پوپل همینطور خلیل عزیز فرح امین. خب میرسیم به جواب هایی که خوانده شده. میخوام تکرار نشه دو مرتبه. عبدالواحد پس به صورت عالم اصغر تویی، پس به معنا عالم اکبر تویی، و ینجینه اسرار الهی ما ایم، بحر گوهر نامتناهی ما ایم. جناب شریف میگویند من تفسیر نمونه را میخوانم و در آن به شأن نزول آیات اشاره میشود. آیا شما درباره شأن نزول چه نظری دارید؟ آیا حضرت حق آیات قرآنی را در موارد کوچکی که اتفاق افتاده نازل نموده، و یا هم اینکه الله متعال هدایایش را فرو فرستاده و این قصه شأن نزول پرداخته ماست؟ شأن نزول یکی از بازوهای کمکی حدیث است و روایت و آغاز بیرون رفتن از چهارچوب قرآن و در واقع نفی استقلال و کمال قرآن رو نشان میده. که شأن نزول به این معنا که شأن به معنای خواست یا هدف که مقصود از این آیه، به چه منظور این آیه نازل شده. یعنی خود قرآن الکن هست که بگوید که این آیه برای چی نازل شده، و خود قرآن گویا نیست که بگوید من برای چه نازل شدم که چه بکنم. و شما میخوانید مطلب رو و نمیفهمید که قرآن چه گفته و چرا نازل شده. یعنی موضوع رو نمیفهمیم.
و موضع قرآن رو در یک موضوعی تشخیص نمیدیم. یعنی هیچی، یعنی همه قرآن باطله. اون وقت شأن نزولش رو، یعنی ارزش این آیه و هدف این آیه، موضوع این آیه و موضع قرآن در عمارت رو، همه اینها رو در شأن نزول نشان میدهند. مثلا شأن نزول آیه‌ای که تبت یدا ابی لهب و تب آمده در ماره اینکه راجب عموی پیامبر این آیه نازل شده، شأن نزولش این است که عموی پیامبر چنین کرد و چنان کرد و زنش چنان کرد و چنین کرد و پیامبر همین طور گفت و اینا رو همه خارج از قرآن میگه. بعد این آیه نازل شد، در صورتی این آیه مستقل از این سخنان، مستقلن رو پای خودش ایستاده و معنی خودش رو میده و علت آوردن نام ابو لهب در اونجا نشان دهنده مکتب فکری است که قرآن برای امر آموزش به مردم از این مدل استفاده می کند. ابو لهب یک آدم به خصوصی نیست. ابو لهب محدود به پیامبر و عموی پیامبر نمیشه. ابو لهب مربوط به اون زمان نمیشه. ابو لهب بهانه است برای اینکه یک مکتبی معرفی بشه و این مکتب مورد بررسی قرار بگیره. مثل اینکه ما در مورد امام حسین صحبت میکنیم، من صحبت میکنم و من میگویم که امام حسین ممکنه که اصلا وجود خارجی نداشته باشه، ممکنه از داشته باشه، ممکنه از اینهایی که دربارش میگن راست باشه، ممکنه از دروغ باشه. ما همه اینها رو قبول میکنیم، اما میگوییم اون چی که من میگویم این است که من به مکتب امام حسین اشاره میکنم. حالا امام حسینی بوده یا نبوده، این مکتبی که من میگم، مکتبی که شما برای حفظ عدالت ایثار کنی، اصلا امام حسین هم رها کن، این مکتب رو شما قبول داری یا قبول، راجع به این بحث بکنیم، نه اینکه امام حسین بوده یا نبوده، میخواد باشه میخواد نباشه. ابو لهب بوده، لابد بوده که قرآن اشاره کرده، شاید هم نبوده، متشابهات قرآن باشه. خب می‌دونیم بالاتر از اینها بیستیم. قرآن راجع به یک مکتبی داره صحبت میکنه که مکتب ظلمه، مکتب جوره، ستمه، نادیده گرفتن عرف جامعه است. یک موضوعات خاصی رو قرآن داره مطرح میکنه و نظر میده راجع به یک موضوعی، طرح موضوع میکنه و ذکر موضع میکنه در مورد اون موضوع و این بالاتر از وجه مثالی است که قرآن میاره. چه امام حسین باشه در مقام مثبت، چه ابو لهب باشه در مقام منفی، یک موضوعی رو شما مطرح میکنید، طرح یک مسئله رو میکنید که با طرح اون مسئله بتوانید که یک موضوعی رو در موضع بازگو بکنید. اتاق فرمان اگر که امکان داره برای شما ایرکاندیشن و استودیو رو باز کنید که هوا در اینجای کمی سنگین هست.
جناب عبدالواحد می نویسند که ساقیا بر خاک ما اتاق فرمان ایرکاندیشن رو یک کمی باز بکنید که هوای اتاق عوض بشه. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی، گر نمی جستی جنون ما چرا می ریختی؟ آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. تشکر میکنم از طبع لطیف شما. جناب سلطانی می نویسند که کاملا با اون موضعی که مطرح شد موافق هستم. جناب برکی می نویسند که در افغانستان دین تنها برای مردان آمده است، زن بیچاره را انسان نمی دانند و به دین ربط نمی دهند، از مسجد رفتن محروم هستند. ما افغانها غیرت کل دنیا را داریم، زن را جنس می نامیم، می توانیم خرید و فروش نماییم، لتو کوب کنیم، سنگسار کنیم. فرخنده که به زیارت رفته بود تکه تکه کنیم. اگر یک وزیر رئیس به یک دختر ما تجاوز کند، به عوض متجاوز دختر را میکشیم که تو باعث سرفکندگی ما شدی. از بزرگان جاسوس خود حمایت میکنیم. خائنین، قاتلین، دزدان ناموس را مرحبا میگوییم و برای تمام خائنین شناخته شده کف میزنیم. ولی ما بسیار غیرت داریم. در کشورهای کافر مهاجر میشویم، به زن و دختر آنها تجاوز میکنیم، نمکدان آنها را میشکنیم و اگر به خواهر ما نظر کنند خواهر خود را میکشیم. ما غیرت داریم. مردم دنیا بشنوید، به صفات ذکر شده در بالا از غیرت ماست، نه جهالت ما. ما برای به راه انداختن انقلاب این دامن غیرتی ها را بالا می کنم تا باشد مردم سر عقل بیایند. فقط صرف 1% یا درصد اعمال غیرتی ها را نوشتم. جناب نور روشن و جناب پوپل نقیب و صاحب نجم السابق پوپل عزیز با ما هستند. جناب دکتر مژگان می نویسند سپاس فراوان از روشنگری های بسیار زیبا در مورد موضوع روز گذشته. موضوع بسیار بسیار حساس و مشکلی بود و من فکر میکنم که مدت‌های زیادی در مورد آن اندیشیده بودم، اما برایم سوال بسیار زیادی بدون جواب بود. هنوز هم اون مطلب رو خانم دکتر ما باز نکردیم از صبح. جز برنامه امروز بوده که بقیه ناتمام مونده روز. امروز تمام بکنیم که یک سوالی اول برنامه کردم. آرزو داشتم که در 15 دقیقه اول به پایان برسه، ولی انشاءالله که تمام میشه. اون بحث رو 2 مرتبه شروع میکنیم.
جناب کامران توفیق می نویسند که نمیدانم به چی میگویند که میگویند که تو مردی که این از دوستانی هست که آینده هر مملکتی میتونه که با قدرت دموکراسی این آدم ها و اخلاقی که دارند اداره بشه. تو مردی که مگر اونجا بودی ای بیچاره مکتب آدم کشی. این ادبیاتی است که بعضی از افراد بیننده ما به کار میبرند. جناب شریف از تشریح آلمانی شما ممنونم، از حضور جناب عالی من ممنونم. شریف عزیز می نویسد که دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که آن گلهای تر دارد. بسیار سپاسگزار هستم. اگر دوستان اجازه بدن، یک سوال ما امروز صبح کردیم و هم با شما هم با عقاید شما بسیار آشنا شدیم و استفاده کردیم. سوال این بود که اهمیت و آثار اکمل و اتم بودن قرآن چیست؟ و به طور خلاصه باب گفتگو رو باز کردیم که نظریات مختلفی رو در این زمینه دریافت کنیم و خلاصه نظریات این است که قرآن اکمل و اتم است نسبت به گذشته، قرآن اکمل و اتم است نسبت به زمان نزول خودش، و قرآن اکمل و اتم است نسبت به بقیه طول مدت زمان هستی تا به پایان هستی. قرآن در گذشته نسبت به گذشته اکمل و اتم است، به جای خود، در زمان خود، به جای خود. اما نسبت به آینده مهم است که ما بررسی کنیم. مظهر اکمل و اتم قرآن، همینطور که یک بیننده‌ای نوشته بودن، این است که فریمورک ها و چهارچوب ها و قالب ها رو برای ما ایجاد کرده که ما در این قالب ها نیازهای خودمون رو بتوانیم که منضبط و تنظیم کنیم. قرآن پایه های ارزشی رو بنا میکنه. امروز ما در آمریکا صدها هزار ماده قانون داریم، ولی همه اینها رو روی 26 قانون ماده قانون اساسی ساختن آمدن بالا. قرآن اون 26 ماده قانون اساسی است که قانون اساسی آمریکا در زمانی که کلیساها سیاه پوستها رو در داخل کلیسا و در بیرون کلیسا به درخت می‌بستند و به دار می‌زدند و گاهی از اوقات اونها رو نیمه جان رها می‌کردند که بالای درخت از توپا بزنند که بقیه سیاها ببینند، به خاطر اینکه بعضی از این سیاها که مسیحی شده بودند، همشون مسیحی بودند، با دختران سپید پوست مسیحی ازدواج می‌کردند و کلیسا از طرف خدا فرمان گرفته بود که جلوی ازدواج رو بگیرد، سیاه ها رو به این ترتیب می کشت و قطع قطع می کرد کلیسا به نام آزادی، به نام ملیت، به نام استقلال، به نام نامی مسیح، با همین قانون اساسی. با همین قانون اساسی امروز علی ظاهر برابری سیاه و سفید برقرار است. با
همین قانون اساسی سقط جنین آزاد می شود، با همین قانون اساسی سقط جنین ممنوع می شود. یعنی پایه یک سری ارزش هایی است که بنای قانون روی اون ارزش ها ساخته میشه، همون چیزی که قرآن به او کتابت میگوید. همه قواعدی که ما برای زندگی کردن چه نسبت به خدا چه نسبت به خلق اون وظایف رو داریم، همه اینها در چارچوب های قرآنی آمده، ولی ذکر جزئیاتش واگذار شده به شورا و معارفه و اندیشه آدمیان که با عقلی که خدا به اینها داده برای دورانهای مختلف و نیازهای مختلف نصب و وضع قانون کنند. و این کمال قرآن است. من جمله در مورد عبادت صلات، عبادت نماز در قرآن گفته می شود که نماز به چه هدفی است و از چه طریقی است. برای رسیدن به خدا از طریق اطاعت از خدا. و بعد متن و چگونگی رسیدن به این کمال رو در قرآن در قالب‌های ساخته شده به عهده ما گذاشته که در درون این قالب‌ها جزئیات رو منعکس کنیم. موضوعی که امروز سوال کردیم، موضوع کمال قرآن، همین موضوع بود که با مسائل جنبی هم همراه شد و بسیار هم مفید و ارزنده بود. امروز در حضور شما عزیزان میپردازیم به طرح آیه شماره 20 از سوره چهارم قرآن که دیروز مطرح شد و به طور کامل به نتیجه نرسیدیم و در این مورد با شما قادر نبودیم که به قدر کفایت معرفی کنیم. اتاق فرمان این آیه رو روی صفحه قرار بدید. و این و اگر اردتم خواستی یا اراده کردی یا میل کردی یا تصمیم گرفتی استبدال اختیار کنی، اگر خواستی اراده کردی اختیار کنی که استبدال جایگزین کنی، به جای او قرار دهی یا استبدال کنی زوجین همسری را. صحبت همسر میشه یعنی همسر خود را، چون میخوام دقیق ترجمه بکنم زوجین یعنی یک همسر رو. همسر کی؟ راجب کی داره صحبت میکنه؟
راجب کس دیگری داره صحبت میکنه، نه راجب تو داره صحبت میکنه. بنابراین همسر هم میشه همسر تو. یعنی شما همسر دیگری رو که با دیگری نمیتونید عوض بکنید که. شما راجع به همسر خودتون باید میتونید تصمیم بگیرید. بنابراین ترجمه به این صورت میشه که اگر خواستی یا اگر تصمیم گرفتی یا اگر اراده کردی که جایگزین کنی همسر خود را، یعنی همسر فعلی خود را، مکانه در جای زوجین همسری، که بنابراین اون همسر میشه همسر دیگری، نه اینکه همسر شخص دیگری باشد. یعنی همسری سوای این همسری که الان داری. اگر خواستی این همسر رو جایگزین کنی به جای همسر فعلی خودت، یعنی چی؟ یعنی زن بگیری، یعنی یک زنی بگیری، یک ازدواجی بکنی به جای این ازدواج، نه اینی که با این ازدواج، نه اینکه مضافه، توجه بکنید، نه اینکه مضافه بر این ازدواج، به جای این ازدواج. بعد احکامش میاد که چه باید بکنی. تشکر میکنم اتاق فرمان. سوال این است که حالا مفهوم این آیه رو تا اینجا فهمیدیم، پس اگر خواسته باشی، پس اگر تصمیم بر این بگیری که جایگزین کنی زن جدیدی را با زن فعلی خود، زن دیگری را با همسر فعلی خود تبدیل کنی، اون زن جدید رو به همسر خود، به همسری خود، جای او بگذاری. از همه شما سوال میکنم که این بیان قرآن، این نحوه ارائه بیان قرآن که زنی رو به جای زن دیگری قرار بدید، اگر خواستید چنین کنید، حالا شاید هم من بقیه آیه رو ادامه بدم که مطلب بهتر مفهوم بشه. و آتیتم، پس اگر اراده کنید که استبدال کنید زن فعلی خود را با زن دیگری، زنی که الان زن شما نیست و میخواهد که زن شما بشود، اگر زن فعلی رو با زن جدید میخواهید که جا به جا کنید، او زن جدید رو جایگزین زن فعلی خود کنید. و آتیتم، و به او داده اید، قنطارا، مال فراوانی، فلا تأخذو، باز پس نگیرید از آن زنی که داره جا به جا میشه با زن دیگه. منه، از او، شیئا، هیچ چیزی رو از اون پس نگیرید. اتأخذونه، جمله تمام میشه، جمله جدید شروع میشه و با حالت سرزنش سوال میکنه، با حالت اتهام سوال میکنه که آیا اخذ میکنی؟ باز پس میگیری؟ بهتانن، به وسیله ایجاد اتهام و بهتان وارد کردن، و اثمن مبینا، و دانسته یا با توجه به این مطلب که این عمل
یک گناه فاحش و یک گناه واضح و مشخص و مبرهن است. تشکر میکنم. پس در اینجا شما یک زن دارید، یک زن جدید دارید میاد میرید به جای این زن قدیم. از بقیه آیه اینطور مستفاد می شود که این زن فعلی رو دیگه نمیتونید نگه دارید. زن جدید آمده جای زن قدیم رو داره میگیره و شما مجبورید که این زن قدیم رو جابجا بکنید با او، چون اول آیه اشاره به روش و قانون داره میکنه که اگر شما اراده کردید که این زن جدید رو جایگزین کنید، یعنی نمیتونید اضافه کنید، میتوانید جایگزین کنید و زن قبلی، زن موجود از زوجیت شما داره خارج میشه. چطور میفهمیم داره خارج میشه؟ وقتی میگه که سهمش رو، حقش رو، هرچه هست ازش پس نگیر. یعنی شما این زنت بوده، هدایایی به این دادی، الان که میخواد بره دیگه زن تو نیست، این هدایا رو ازش پس نگیر. و برای پس گرفتن مثل بقیه مردها، و امروز هم همین کاری میکنن، اتهام بهش وارد نکن که هدیه هایی که بهش دادی ازش پس بگیری. حالا این آیه رو من معنیش رو فهمیدیم، مطلب جدیدی هم نیست، بارها راجع به همین موضوع صحبت کرده قرآن. مطلبی که در اینجا میخوایم بگیم، زنی که زن تو بوده، زوج اول که میخواد استبدال بشه، جای خودش رو به زن جدید بده، این زن داره طلاق میگیره. یعنی شما باید طلاقش بدی بره بیرون تا بتونی اون یکی رو بیاری تو. به همین دلیل میگه وقتی که داری این کار رو که کار معموله، و اینجا صحبت سر طلاق دادن زن اول نیست، صحبت سر زن گرفتن زن دومه، که زن دوم در این آیه این حق رو به مرد نمیده که این زن دوم رو به زن اول اضافه کنه. در حالت معمولی داره این حکم کلی است که داره صادر میشه. و میگوید اون زن فعلی که میره از صحنه بیرون، حالا که دیگه زنت نیست، هدایا رو ازش پس نگیر، چیزایی که موقعی که زنت بوده بهش دادی، و برای اینکه پس بگیری یک اتهامی هم بهش میزنی که اون برای اینکه تنبیه نشه، سنگسار نشه، همین بلاهایی که سر زنا میارید، بگی من بخشیدم عمل رو، نکنه که چنین کنی. سوالی که دیروز کردیم و امروز همین سوال رو دو مرتبه تکرار میکنم از حضور شما، و میپرسم که برداشت شما از قسمت اول این آیه، چگونه است؟ چرا باید یک مرد برای همسر جدیدی که میخواد اختیار بکنه مجبور هست به استبدال، در حالی که به سادگی میتواند که اضافه کند؟ یعنی الان سوال این است که چرا باید برای زن جدید، اگر میخوای بگیری، زن قدیم رو باید ازش جدا بشی؟ و به علت اینکه داری جدا میشی، توصیه میکنه قرآن که
حقی از او ظاهر نکنی، حقش رو بهش بدی، یا اگر هدیه ای از قبل به او دادی این رو پس نگیری. حالا قسمت دوم آیه رو رها کنید. قسمت اول آیه، چرا باید شما اضافه نکنید زن دوم رو به زن اول، این دوتا زن داشته باشید؟ چرا حکم رو بر این گذاشته که باید استبدال کنید به جای اضافه؟ قبل از اینکه پاسخ آقای مهندس سعید تیموری رو بخوانم، جناب هوشنگ زرگرباشی می نویسند که ایشان هم یکی از نمونه های فرزندان کوروش هستند، که فقط می خوانم که اینها ثبت تاریخ بشه. اینها کسانی هستند که در پی براندازی حکومت آخوندی هستند و می خواهند که دموکراسی سلطنتی شاهنشاهی رو در ایران برای ما برقرار کنند و تربیت کوروشی به ما بیاموزند. به اون تربیت نگاه بکنید. می نویسند کله پدر، یک حرف بسیار زشت ناموسی، تو و بانی این دین اهریمنی که زن جدید را روی زن قدیم می آورد. مگر زن گوسفند و ماشین است که بتوانی جدید بگیری؟ حالا مالکشی هم بکن. یعنی اگر کسی بخواهد که با همسر فعلیش متارکه بکنه و با زن جدیدی ازدواج بکنه، این عناوینی که این شخص به اون آدم وارد کرده، منطق اولا تربیت خانوادگی این آدم رو نشان میده و بعد میزان منطق این آدم رو نشان میده که زن جدید رو روی زن قدیم بیاوری. یعنی چی؟ چی نوشتی اصلا شما؟ میگه اگر که تو میخوای زن جدیدی بگیری و چون میخوای زن جدیدی بگیری باید زن قدیمی رو طلاق بدی، دوتا زن نمیتونی داشته باشی. یعنی هر آدمی امروز، فقط مسلمان ها اینطور هستن، فقط قرآنی ها اینطور هستن، این همه در روز صدها هزار طلاق و ازدواج انجام میشه، صدها هزار مرد و زن هستند که ازدواج کردن، زن دیگری رو میبینه میخواد با اون زندگی بکنه، این زن قدیمشو نمیخواد، میخواد طلاق بده بره با زن جدید درست زندگی بکنه. حالا این اخلاقی هست یا نیست، اما در قوانین مدرن چنین امری مجاز هست یا نیست؟ آقای هوشنگ خان به جای فحش دادن و اینها جواب بدید که شما آیا در دنیای امروز، در دین شما، در فرهنگ شما، در ارزش‌های شما، در مملکتی که زندگی می‌کنید، با قوانینی که شما تابعش هستید، اگر یک مردی زن داشته باشه آیا این حق رو داره که طبق قانون هر وقت خواست زنش رو طلاق بده بره زن دیگه بگیره؟ این کار در اسلام میشه؟ در جای دیگه نمیشه؟ اون وقت شما باید به من و زن من توهین بکنید که هم من و هم پیامبر اسلام که این دین رو آورده. چرا؟ برای اینکه زنی رو روی زن دیگر می آورم؟ یعنی چی روی زن دیگر؟ مگه همچی چیزی گفته؟ مگه اینجا آیه قرآن گفته زن رو روی زن بیارید؟ مگر نگفته در این آیه که اگر بخواهید به جای این زنی که الان داری یک زن دیگر بگیری، به جای استبدال، یعنی به جای روی هم معنی نمیده،
نه روی هم معنی میده نه زیر هم معنی میده. این لغت رو شما از کجا آوردی هوشنگ خان؟ این لغت رو از کجا آوردی تو؟ این رو چرا جواب نمیدی؟ به جای فحش دادن، به جای توهین کردن، به جای حرف زشت زدن، کی آدم میشید شماها؟ فرزندان کوروش، طرفداران شاه، آزاد کنندگان ایران، قهرمانان ادب و اخلاق و دموکراسی، به فرض که شما با این آیه قرآن مخالفید، این نحوه سخن گفتن نشان دهنده تربیت خانوادگی و تربیت سیاسی شماست. از هر کجا که نشأه میشوید و به هر ترتیب که نشأه میشوید، من مخصوصا میگذارم که این مطالب شما، این فرهنگ شما، این کلمات شما پخش بشه، پاک هم نمی کنم، دارم بماند در اینجا که نشان بدهد که ما در چه عصری زندگی می کنیم و نشان بدهد که چرا خامنه ای سر کار ایستاده. پایه های قدرت امثال خامنه ای روی شانه های امثال شماست. وقتی مردم ایران میبینند که قهرمانان آزادی، فرزندان کوروش، پیروان راه شاه و شاهنشاهی و عظمت ایران امثال تو هستند، هزار بار با وجود همچو توی خاک پای خامنه ای رو سرمه چشم میکنند و به جای خدا خامنه ای رو میپرستند به خاطر وجود تو. چه کردی؟ حالا تو به دوام و قوام اینها خدمت میکنی یا من؟ آیا کسی که میخواد در ایران با امنیت زندگی بکنه، امنیت نسبی که امروز در ایران وجود داره، این امنیت نسبی رو با این امنیتی که تو وعده میدهی معاوضه میکنه؟ خودت تو وجدانن معاوضه میکردی؟ بین خودت و خامنه ای کدام رو انتخاب میکنی؟ تو. من خامنه ای رو انتخاب میکنم. ببین انقدر شرافت دارم که من جزو مخالفین 100% آقای خامنه ای هستم و او رو مسلمان نمیدانم. اما اگر فردا به من اختیار داده شود که بین خامنه ای و مکتب فکری تو کوروشی عزیز، شاهنشاهی محترم، خودم رو انتخاب کنم، من خامنه ای رو انتخاب میکنم. من راضیم ایران تجزیه و پاره پاره بشود ولی به دست همچو تو شاهنشاهی ها نرسه، برای اینکه اقلا مملکت تجزیه بشه هر کدومش ممکنه که یک رئیس جمهور عادلی داشته باشه. اما اگر این دو مرتبه این مملکت به دست شماها افتاد چه میکنید؟ نمونهش رو ملاحظه میکنید؟ آیه قرآن رو علنا در این روز روشن در مقابل چندین میلیون آدم دانسته عوضی ترجمه میکنی؟ اگر زنی را روی زن دیگر بیندازی استبلال این معنی میده؟ این فرهنگ توست؟ این منطق توست؟ این عدالت توست؟ آیه قرآن نوشته اگر زنی را روی زن دیگر بیندازی وای بر ما، وای بر ملتی که آزادی خواهان آن همچو تو باشند. جناب هوشنگ خان می نویسند که کله پدر یک اسم زشتی به من و به زنم، این فحش هم به شوهر میره هم به زن به من میگه. ایشان نماینده جامعه سلطنت طلب و اینها پیکاران
کاران رسیدن به راه کوروش کبیر هستند. ما میخوان مملکت ما رو تبدیل به مملکت کوروش کنند و ما رو از دست این آخوندهای زورگو و بددهن و مستبد آزاد کنند. این مکتب فکری یکی از اونهاست که کله پدر فلان فلان شده تو یعنی من و بانی این دین اهریمنی، دین شیطانی که اسلام باشه، که زن جدید را روی زن قدیم می آوری. ملاحظه می کنید میزان شعور رو؟ این همه که صحبت می شود در مورد معنی لغات، واژه به واژه، ضمیر به ضمیر، که آیه قرآن میگوید وقتی که زنی رو میخوای جایگزین زن فعلی خودت بکنی، ایشان میگویند که وقتی که نوشته که زنی رو روی زن خود میآوری، مگر زن گوسفند است؟ ماشین است که بتوانی جدید بگیری. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانی که زن قدیمی خودت رو طلاق بدی و زن جدید بگیری؟ دو مرتبه نگاه کن حرف خودت رو و ببین چه شاهکاری به جا گذاشتی. من مخصوصا در مورد کلام شما صحبت میکنم، چون تو یک نفر نیستی که، تو یک مکتبی رو معرفی میکنی. منم این مکتب رو میخوام کمک کنم به تو، معرفی کنم مجانی از این تلویزیون، که مردم، اینهایی که به شما وعده دموکراسی میدن، اینهایی که به شما وعده مبارزه با اینها رو میدن و میگن ما اینها رو شکست میدیم و به شما تحفه آزادی میدیم، اینها کسانی هستند این فهم و شعور و ادب و فرهنگ این گروهه. آیا می خواهید مملکتی داشته باشید که حتی در ترجمه یک لغت با این آدم ها به منطق نمی رسید؟ الان ما با این آقای هوشنگ خان سر یک لغت صحبت می کنیم. استبدال یعنی چی؟ ایشان میگن استبدال یعنی اینکه روی آن می آوری. الان شما با این آدم زورگوی بیادب چه میگویید؟ میگوید که استبدال معنیش اینه که چیزی را روی چیزی آوردن و این فقط مربوط به گوسفنده. گوسفند را روی گوسفند میآورند، نه زن را روی زن. اول استبدال رو اون معنی میکنه، استبدال، و بعد میگوید که استبدال یعنی زنی را روی زن دیگر آوردن، و بعد این فقط در اختصاص به گوسفند داره، گوسفند رو روی گوسفند می آورند. اگر زن ماشین است که جدید و قدیم داشته باشه، مطالب رو می بینید، منطق رو می بینید. باز هم بگویید، باز از صفحه، هم برای شما هم برای بقیه همکارانتان بگویید، دیگران هم بشنوند و برخوردار بشوند و شما ادب بیاموزند، منطق بیاموزند، زبان عربی بیاموزند. شما لغت معنی هستید، فهمیدید که استبدال به معنای روی هم افتادن و روی هم رفتن معنی میدهد. استبدال هم یک معنی سیاسی داره، شاهی و غیر شاهی داره، یعنی طرفداران خمینی و طرفداران شاه دو معنی مختلف از کلمه استبدال برمیگزینند. یا استبدال یک لغت، یک معنی خاص خودش هم داره. به خودتون نگاه کنید، ببینید که به چه جهنمی فرو افتاده اید. پس در متن آیه میگوید اگر بخواهی همسر جدید رو
جایگزین همسر فعلی خودت بکنی، نباید هدیه‌ای که به او دادی به هیچ عنوانی پس بگیری. آیا این نشان نمی‌دهد که همسر فعلی تو محکوم یا مجبور به پذیرش طلاق و جدایی شده؟ الان داری میره بیرون، یه هدیه‌هایی هم که زمان ازدواج بهش دادی ازش پس نگیر. این سیستم، یعنی سیستمی که اگر بخواهد مرد ازدواج مجدد بکند، ازدواج قدیم باید ابطال بشود تا ازدواج جدید اعتبار پیدا بکند. این رو از بیننده ها پرسیدم که به چه گونه توجیه میکنید و نظر شما در این مورد چگونه است. جناب تیموری میگویند استاد بزرگوار، در این آیه تعدد ازدواج ممنوع شده است. جناب حفیظ مینویسند فکر میکنم این حکم تعداد ازدواج رو منع میکند، البته اگر موضوع سرپرستی یتیم در میان نباشد. جناب حفیظ به شما سلام میفرستم. جناب امیر راد، دین زردشت منقضی شده است. ارتباطی داره به نظر شما این پاسخ شما به این سوالی که مطرح شده؟ من ارتباطی نمی‌بینم. جناب مهندس سلطانی می‌نویسند که به جواب شما احترامانه می‌نگارم. ما نباید فراموش کنیم که اصلاً در قرآن داشتن دو زن در یک زمان واحد بدون شرایط که در آن حق یتیم و مدیریت اموال یتیم و عدالت مطرح نباشد. داشتن دو زن مجاز نیست و حق دو زن گرفتن نیست، و کسی که بخواهد دو زن بگیرد اولاد اولاً مجموعه و کسی که بخواهد دو زن بگیرد اولاً زن خود را باید طلاق بدهد و تمام اموال را برایش بدهد و بعد زن بگیرد. خیلی ساده و صحیح. جناب فنادی، با عرض ادب استاد عزیز، وقتی که علتی موجود نباشد زوج دوم ممنوع شده است. ضرورتی وجود ندارد تا از ازدواج دیگری صورت گیرد، ولی این حق رو مرد و زن داره که اگر نخواست به هر دلیلی، اصلا نمیخواد زن دیگر هم بگیرد، با این زن نمیخواد زندگی کنه، ولی الان میگوید دلیل این که میخوای طلاق بدی برای اینه که مجبوری طلاق بدی که اون زن دوم رو بگیری، عاشق اون زن دوم شدی، از این زن اول خسته شدی. حالا این کار درسته یا مردانگیست یا نیست، اون بحث نیست. قانون ما داریم صحبت میکنیم. میگه من نمیخوام خانم با تو زندگی ما ادامه بدم، یه زن دیگه ای رو دوست دارم، میخوام برم با اون زندگی بکنم، خسارتم هرچی هست میدم دیگه، طلاق گذاشتن برای من تو کار غیرقانونی نمی کنیم، نمیخوام زندگی بکنم، میخوام طلاق بگیرم، چه عیبی داره؟ میگن دلت نمیسوزه. حالا دلسوزی نداره؟ نه، اینجوریه که هست. کارش درست هست یا نه؟ البته درست نیست. قانونی هست یا نیست؟ حتما قانونیه. ما راجع به قانون صحبت میکنیم. میگه الان میخوای طلاق بدی این زن اولو. چرا میخوای طلاق بدی؟ برای اینکه میخوای زن دوم بگیری. دو تا زن هم نمیتونی داشته باشی. اینی که با همه دلبستگی که به خانه و خانواده و بچه و همه چی داری، این زن اولو باید طلاق بدی اگه میخوای زن دوم بگیری. پس حالا که برای گرفتن زن دوم مجبور هستی زن اول رو طلاق بدی، اموالش رو پس نگیری ازش، حالا که زنه رو بفرستی بره پولاش رو بگیری، هر چی بهش دادی مال خودشه. اون الان موضوع نظر من نیست که حق زن رو در طلاق باید بهش داد، اون رو وقت دیگه‌ای بررسی کردیم با هم.
الان مطلب این است که از این آیه من میخوام نتیجه بگیرم که سیستم تک همسری در اسلام یک امر و یک قانون عمومی است. حالا مستثنیات به این قانون باید بررسی بشه، ولی خود قانون، بدنه قانون، کلی قانون استوار هست بر یک همسر برای یک مرد. و اگر مرد به هر دلیلی تصمیم به ازدواج دوم بگیره، باید با فسخ طلاق اول مواجه باشه. این مطلب حقوقی رو ما میخواییم از این آیه استنباط کنیم. جناب عتیق برنامه رو شیر کردن، امیر راد حرف الله پیروز است. جناب امیر راد میگویند که درود بر رهبر عزیز و حکیم انقلاب خامنه ای عزیز. این به نظر جناب عالی، جناب راد چه ارتباطی با برنامه ما و سوال ما پیدا میکنه؟ به نظر جناب عالی، با توجه به این که میدانید که موضع ما در مقابل ایشان و در مقابل حکومت ایران چگونه است، این شعاری که میدهید و ساز ناجور که میزنید علت خاصی داره؟ میخواهید که نظم برنامه رو به هم بریزید یا فکر میکنید که قادر به این کار خواهید بود؟ شما رو هم ما آزاد میگذاریم که هر شعاری میخواهید بدید، بدون اینکه پولش رو بدید مجانی استفاده بکنید از این فرستنده و همین فرمایشاتون ادامه بدید. اما آیا در تلویزیون های جمهوری اسلامی هم اجازه میدهن به یک کسی که خامنه‌ای رو دوست نداره، شاه رو دوست داره، دلش میخواد که شاه پرسته به جای خامنه‌ای پرست، آیا اونها هم اجازه میدن که یک کسی در تلویزیونشون بره و بگه زنده باد شاه یا نه؟ شما هم به عدالت مراجعه بکنید. عدالت، عدالت اجتماعی بالاترین میزان قرآنه، و اگر ما اون میزان رو گم کنیم همه چیز رو گم کردیم. بگردید و اون میزان رو، میزان عدالت رو پیدا کنید و با مردم آن کنید که خود میپذیرید که مردم با شما آن کنند. جناب علیزاده، بر طبق آیه شریفه، آیا مرد میتواند بدون دلیل زنش را طلاق دهد؟ بلی. و زن دیگری را جایگزین کند؟ بلی میتواند. یا اینکه باید دلایل خاصی برای این کار داشته باشد؟ دلیلش داره، دلیل داره، میگه من خوشم نمیاد از تو، همین کافی است. زن هم همین دلیل رو زن هم بگفت میتونه بگه به مرد من خوشم نمیاد از تو، نمیخوام با تو. به مرد قرآن میگوید که زن رو خلاف میلش در قید ازدواج نگاه ندارین. تا گفت زن راضی نیستم، من راضی نیستم، بگی چرا راضی نیستم؟ یا اصلا راضی نیستم. مرد باید که شرایط طلاق رو آماده بکنه. خود مرد هم که اصلا حق طلاق داره دیگه، هم زن حق طلاق داره، هم مرد حق طلاق داره. فقط کافی است که قاضی تشخیص بده که اینها سازش نمی کنند به هر دلیلی که هست. لازم نیست دلیل منطقی باشه، چون با دلایل احمقانه زن و شوهر هم دیگر رو می کشن. اگر مجبور به ادامه زندگی باشن، دلیل نمیخوان، دلیل حقمانی بیان، دلیل درست هست که زن تو کشتی یا نه، برای دلایل نادرست زنشونو میکشن. بنابراین در حکمت قرآنی این گفته میشود که عدم رضایت موجب فسخ ازدواج باید بشه، چه از طرف زن چه از طرف مرد. حالا مرد درست یا غلط رفته یک زن دیگه رو دیده و عاشق شده. و خیلی از مردا هستن که من دیدم سر سن 70 سالگی عاشق دختر 16 ساله و 20 ساله میشن. درسته یا غلطه؟ سن اون دختر اگه 20 سال بود، بلوغ عقلی و بلوغ
جسمی داره و آزاد هست برای ازدواج. مرد هم میخواد خودش رو آزاد کنه با اون دختر ازدواج کنه. خوبی و بدیش به خودشون مربوطه. به زنش میگه من زندگی با تو راضی نیستم چون دوستت ندارم دیگه. دیگه دلیل از این بهتر میخوای؟ به قاضی مراجعه میکنه. قاضی هم یه خورده به این نصیحت میکنه، به اون نصیحت میکنه که آقا این دختر 20 ساله به دردت نمیخوره، برای سر گورت مگه قرآن خونت 20 ساله میخوای؟ تو قراره که فردا و پس فردا بری زیر خاک، این حالا حالا هز. این کارا رو میخوای چیکار بکنی؟ بعد میبینه نه هر چی میگه مرغ این یه پا داره. میگه نه خیر جناب قاضی، ما سازش نمیکنیم، من این دختر رو میخوام، نمیخوام دیگه. میگه خیلی خوب، یه طلاق بگی برو. موضوع اخلاق با موضوع قانون با هم تفاوت داره. جناب گلمراد مرادی به برنامه پیوستند و شیر کردن ما رو، بقیه هم همین کار رو بکنید، خیلی خوبه. جناب میردادی، داشتن دوتا زن در یک زمان باعث زنا می شود، زنایی به هر دو می شود، و هر دوی اون زن اگر پذیرای زنا باشن، خبیث هم مرد و هم اون دو زن، هر سه خبیث شناخته میشن و حق نکاح با طیب رو از دست میدن. یعنی هر سه اونها باید خبیث و مشرک پیدا کنن برای زندگی بعدیشون. آیه قرآن: آیدا حاج یا حج، پس چرا خانم ها سالها میتونن و نمیتونن امضای طلاق بگیرن؟ برای اینکه حکومتی که سر کار هست نه انسانی است نه اسلامی. برای اینکه حکومت حکومتی است که کار پااندازی میکنه برای مردهایی که، مرد که چه ارز کنم، برای نرهایی که از اون حکومت دفاع کنند و اون حکومت رو نگاه دارن. دختر و زن به اونها رشوه میده. برای این دادگاهشون هم در همون جهت کار میکنه. کار خانم بیارها رو انجام میدن. دلال های محبت هستن که زن میبرن برای این اون. این نوع حکومت ها همون کار قوادان رو انجام میدن، رخت خواب کش ها رو انجام میدن. و نام حکومت بر خودشون میذارن. یعنی برای اینکه مردها رو در حمایت خودشون نگه دارن، زنها رو تبدیل به کالا میکنن که مردها رو بخرن. من به عنوان یک نر، نه مرد، اگر در اون مملکت بودم، 70 سال از عمرم گذشته، میتونم هر شب دختر 10 ساله تو بغل بگیرم. یه کمی پول باید بدم به مناسبت دینی که اینها برای مردم سوغات آوردن به نام دین اسلام. خب من از این دولت حمایت میکنم. من این دولت رو رو پای خودش نگه میدارم. برای اینکه برای من تأمین فاحشه میکنه، تأمین شهوت میکنه. این دولت وظیفش این است که برای من خانم و دختر بیاورد تا من از اونها حمایت کنم. کاری که امروز در ایران می شود. و اگر این بی غیرت ها که در حکومت هستند، این پوفیوز هایی که امروز در حکومت هستند، اگر به شرافت انسانی خودشون بازگردند و از فردا این قوانین خانوم بیاری رو کنار بگذارند، حکومت کنند، نه دلالی فحشا که چنین می کنند. کار من کار سیاسی نیست، ولی وقتی خانم آوردن رو سرویس قرآنی محسوب می کنند، صدای من و امثال من به آسمان برمیخیزه. خواهی دلالی محبت بکنی، دلالی محبت بکنی، اعلام بکن که این حکومت خانم بیار است،
با اسلام چه کار داری تو؟ ده همین دینی است که شما به مردم به نام اسلام معرفی میکنین که شیاطینی مثل این هوشنگ زرگر بود، مرگر بود، چی بود؟ امثال این میان و این زشت گویی ها رو میکنن برای اینکه دین رو از شما یاد گرفتن. وقتی صحبت اسلام میشه دین تو به یاد اینها میاد، اون وقت این احساسات منفی در اینها وجود داره. آدم بشوید، آدم بشوید. خب جناب بله میردادی گفتند که داشتن دو زن در یک زمان باعث زنا می شود. آیدا حاج، پس چرا خانم ها سالها می توانند می دوان نمی تونند طلاق بگیرند؟ عرض کردم چرا. جناب ارحام محمدی آفرین بر شما که اسمتون رو همراه با شعر کردن میبینم، بقیه هم انشاءالله همین کار رو خواهند کرد. سرکار آیدا، آیدا به نظرم اسم زن باشه، می نویسند که حرف مفته همه می زنن. در عمل زندگی همه زنان رو به آتش کشیدن. اون قسمت اول فرمایشاتون زیادیه ها، چون اشاره به آدم های نامعلوم می کنید، اون وقت به کسانی که نباید توهین بشه توهین میشه. حرف مفته همه می زنن. الان همین این صحبت شما خودش حرف مفته، توجه فرمودید؟ یه دفعه دیگه بخونید مطلبتون رو. حرف مفته همه می زنن. این دیباچه ای که شما آمدی نشان میدی که حرفای خود شما مفته. حرف کی مفته؟ نه حرف رو نوشتید نه گوینده حرف رو نوشتید، ولی یاد بگیرید چیز نوشتن رو. شما باید بنویسید که این که آقاسی میگوید چنین مفت است. یعنی هم گوینده حرف رو بنویسید، هم مطلبی رو که گفته شده بنویسید و بگویید این گوینده که این حرف رو زده حرف مفت زده، تا جملتون سر و ته پیدا بکنه. و الا خود بیانی که نوشتید الگو و نمونه کامل حرف مفته. حرف مفته همه میزنند. در عمل زندگی همه زنان رو به آتش کشیدند. این حرف حسابی است. در عمل اون هم باید بنویسید کی این کار کرده؟ آقاسی این کار کرده؟ پرزیدنت آمریکا این کار کرده؟ کی این کار کرده؟ قرآن این کار کرده؟ ملا این کار کرده؟ حکومت این کار کرده؟ درست چیز بنویسید آخه. زندگی همه رو با آتش کشیدن. خدا میدونه داستان زندگی هر زنی چقدر دردناکه و چه سرنوشت هایی دارن زنها. این درست شد این قسمت آخر عبارتتون. بیایید راجع به این صحبت بکنیم. بیایید راجع به تاریخ زندگی زنانی صحبت بکنیم که تعدادشون هم زیاده. بیاید یک برنامه تلویزیونی اختصاصی، خود شما برنامه ساز باش، توی این تلویزیون ما مجانی من بهت وقت میدم. بیا اینجا راجع به همین موضوع صحبت بکن. بیا نمایندگی زنها رو به عهده بگیر. بیار فریاد زنهای نیازمند و محتاج و مظلوم رو به آسمان ببر در این فرستنده. این شد حرف حسابی. ما باید هم صدا بشیم با فریاد زنهایی که بزرگترین ظلم به اینها شده و سختترین سرنوشت ها رو به اینها تحمیل کردند. آخه تو که میتوانی حرف حسابی بزنی، چرا اون بالا خودت حرف مفت میزنی؟ ولی به طور کلی
حرف حسابی شما رو به حرف مفتتون ترجیح میدم و نظر شما رو میپذیرم. خوب گفتید. خانم یا آقای رحیم زاده، دوست گرامی، چون جامعه اسلامی در حال حاضر تحت قوانین قرآن حدیثی اعمال قانون می نماین، در حالی که استاد گرامی جناب دکتر آواسی در حال توضیح و تبیین قرآن توحیدی هستند. جناب رسولی می نویسند: با سلام مجدد، در این آیه به دو نکته ذکر شده است. اول اینکه مرد حق ندارد دو زن را همزمان در عقد نکاح خویش داشته باشد، و دوم به تأمین حقوق زن در چنین حالتی اگر اتفاق می افتد. جناب حقیار هستید شما؟ بله، حقیار عزیز شعر کردن ما. نسیمه دریا: آقاسی عزیز، چرا در قرآن حق زن از مال شوهر یک چهارم است، در حالی که تمامی اموال مرد را زنها برای یک مرد فراهم میکنند؟ ما در مورد قانون ارث نمیدونم، یادم نیست الان تا کجا آمدیم، ولی تشریح قانون ارث و قانون وصیت یکی از کارهای مهمی است که ما در حال انجام داریم. ولی قاعده ارث در قرآن با قاعده وصیت دو تا قانون جداست، ارث و قانون ارث، که به زن چقدر میرسه به مرد چقدر میرسه، اینها همش وظیفه است. اما قانون وصیت یک حکم قرآنی عبادته، یعنی به شما دستور میده که قبل از مردن وصیت کن. و همونطور که در جلسات گذشته گفتم، شما اگه قانون رو میپسندی، مثلا شما که زن هستید، حالا یکی که مرده از اون باید به زن برسه، اگر قانون قرآن رو به نظرش میاد درسته، اون دیگه به خودش مربوطه، به شما مربوط نیست. فکر میکنه که بله به زن باید نصف داد، مال خودشه، میگه با قانون ارث بره اموال من. ما ساعتها در مورد فرق بین وصیت و ارث، الان که فکر میکنم ساعتها راجع به موضوع صحبت کردیم. به یوتیوب مراجعه بکنید، اینا دوتا موضوع جدا هستن. اگر یک مردی فکرش اینه که باید به زنش نصف برسه یا هرچه برسه، اون تصمیم خودشه در مورد مالش، اصلا ممکنه هیچی نخواد ارث برسه به زن، بخواد به دخترش 8 برابر بده، بخواد اصلا هیچی نده، به کسی مربوط نیست، به خودش مربوطه. اما اگر که این قانون رو قبول نداره، قانون ارث رو قبول نداره، خدا میگه خیلی خوب قبول نداشته باش، وصیت کن خودت، تو میگی به زنت چقدر بدن، هر چقدر میخوای بدن. یعنی قانون ارث رو شما میتونی یک ذره در روش بکشید، و بشنوید چی عرض میکنم، قانون ارث رو روش یک ذره در بکشید، به جاش قانون وصیت رو بگذارید، هر چی دلتون میخواد به هر کی دلتون میخواد از اموال خودتون بدید. قرآن یک همچین اجازی داره. عرض کنم که بسیار خوب، این هم مال جناب نسیمه. خیلی خوب. خانم منصوری میگویند که بعضی آقایان که خانمهایشان مریض میشوند و در بستر بیماری به سر میبرند، ازدواج دوم کرده، نمازگزار و عابد هم هستند، آیا کار درست انجام دادند؟ مریض یا غیر مریض، اون آیه قرآن که خواندیم با هم معنیش این است که شما جز در مواردی که در قرآن ذکر شده، این موردی که میگی در قرآن ذکر نشده، در مورد یتیم و در مورد رسول اکرم دو قانون استثنا ما در قرآن داریم، بیشتر هم نداریم.
اگر موضوع حفظ حقوق یتیم با شرایطی که باهاش آمده خواندیم قبلا دیگه همه اونها رعایت بشه، تعدد زوجات مجاز میشه و گفتیم که در دنیای امروز حق یتیم هیچ نوع ارتباطی با ازدواج نداره، بنابراین قانون شامل نمیشه. یک مورد باقی میمونه، اون مورد هم استثنان در مورد شخص محمد هست، محمد نبی خدا، و او هم چون از این دنیا رفته اون قانون هم شمولش متوقف شده. موضوع یتیم هم قانونش متوقف شده چون شمول نداره الان. بنابراین تحت هیچ عنوانی در حال حاضر که من و شما با هم صحبت میکنیم یک مرد در هیچ زمانی بیش از یک زن نمیتواند در قید نکاح داشته باشد، به هر دلیلی باشد. بیماری هم هیچ نوع عذری نیست برای این کار. بسیار خوب. جناب هادی محمدی و جناب حمید رمزی تشریف دارند. جناب چارلی استاد عزیز، من فکر میکنم اگر مرد و زن را به نظر نگاه دارند، هم زنا میکنند و هم امر خداوند رحمان سرپیچی میکنند و سرپیچی از امر مشرک و در حال سرپیچی از امر مشرک میروند از دنیا و خداوند یکتا یک مرد و یک زن باشد فرموده اگر اینطور نمی بود یک بابا آدم میفرستاد و 60 بی بی حوا. عرض کنم حضورتون که بله، یک بام و دو هوا. جناب ادریس می نویسند، استاد نهایت مهربان، من به خاطر آرامش و خاطر شما و همه شاگردان مدرسه قرآن برای جناب عالی این صفحه می نویسم. این که مقاله شما رو نمی بینم، من توضیح مقدمش رو می بینم. جناب منصوری می نویسند که به محترم آیدا حاج می نویسند، شما را خدا شما را کمک کند، در هیچ زمان و مکان شما را به حال خودتان رها نکند و دستتان را بگیرد و در جواب لعنت شما برایتان بخشش می طلبم. ما از قرآن احترام، حرف نیکو و عدالت آموخته ایم و جواب دشنامتان را به دعای نیک در حق شما و خانواده محترمتان می دهم. خدا حفظتان کند و از شر این ویروس های خطرناک محفوظ باشد. الهی آمین. خب، به سلامتی و میمنت به این نتیجه رسیدیم. در آیه شماره 21 در ارتباط با آیه 20، 20 و 21 مثل 15 و 16 اینجا با هم بودن، 20 و 21 هم با هم هستند. و بعد میگوید که صحبت پس گرفتن هدیه شد، یک مرتبه خدا یک قانون جدیدی رو مطرح میکنه که جدید نیست البته، ولی یک قانون مستقلی رو مطرح میکنه. در اون آیه موضوع آیه بعدی متعاقباً مطرح شد، در این آیه مستقلاً مطرح میشود و کیفه تأخذونه، ملاحظه بفرمایید، و چگونه آن را باز پس میگیرید. چرا؟ هدیه هایی رو که در زمان ازدواج به او دادید. و کیفه تأخذونه، و چگونه آن را باز پس میگیرید. و قد، در حالی که بی تردید افضا، آمیزش داشتید بعضكم، بعضی از شما با
إلى بعض با بعضی دیگر یا به زبان فارسی صریح ترجمه کنیم چگونه آن را باز پس میگیرید در حالی که بعضکم الی بعضن یعنی یک دیگر تحت لفظی یعنی بعضی از شما با بعضی دیگر به فارسی با یک دیگر پس چگونه آن را باز پس میگیرید در حالی که با یک دیگر آمیزش داشتید و در حالی که و اخذنا از شما زنان شما گرفتند از شما منکم میثاقاً پیمان و تعهدی غلیظا محکم و استوار تشکر میکنم خدا فرمان یعنی تحت هیچ عنوان شما ازدواج کردی در قانون ازدواجت این هدیه هایی که دادی جزء ملک زن در میاد و ملک زن مستقل از ملک مرده برخلاف دنیای مترقی که مال مرد و زن مشاع در خانواده در اسلام اینطور نیست زن اموالش مستقلا مال خودش اموال مرد اموال مشاع مال خانواده است خانه است باید همه زندگی کنن مواجب و پول و اینها میگیره باید قسمت بکنه همه چی مشاع ولی مال زن از مال مرد استفاده میکنه اما مال زن مشاع نیست اموال فردی او محسوب میشه و ضمناً زن در قرآن هیچ مسئولیت نفقه نداره و به خانه اصلا موظف نیست کمک بکنه همه این بار رو دوش مرده و همه مخارج رو مرد باید تأمین بکنه زن در زندگی زناشویی هیچ نوع مسئولیت مالی نداره در قرآن عجیبه آن ولی بالاخره قرآنه میگوید چگونه پس میگیرید اون چرا که به اونها هدیه کرده اید در حالی که رابطه نزدیک مباشرت داشتید با هم علاوه بر این که مباشرت داشتید قول هم دادید به خانم گفتید که اینها مال توه همین قول تمام شد مثلا اگر که شما $1,000 به زنتون دادین گفتین چی؟ گفتین اینو میدم که بذاری سر تاخچه بخاری زینت خانه باشه یا اینو دارم به تو میدم که مال من و تو باشه یا گفتی بیا عزیزم این رو هدیه میکنم به شما هدیه کردی تمام میشه اون میشه میثاق غلیظ میشه تعهد سنگین و شدید و غیر قابل برگشت یعنی تمام شد دیگه از مالیت تو بیرون رفت شد جزء اموال زن جزء اموال زن اموال شخصی خودشه و چون در اون زمان که این قوانین آمده که ثبت اسناد نبوده پلیس نبوده این بازی ها نبوده که زن بوده تو خونه بعدم ثروت چی بوده ثروت یه اسکناس نبوده که بانک تو بانک بذارن انگشتر خریده داده بزنه حلقه خریده داده بزنه چه میدونم جواهر میخریدن دیگه بنابراین پلوی زن است میگه اینا رو ازش نگیر چون میتونه که چنگ بزنه بگیره تمام میشه زن زوری نداره مرد زورش زیادتره دیگه میندازدش اونا که بهش داده میگیره میذاره تو جیبش تمام میشه به این خاطر هست که با مرد طرفه اینجا که میگه هدیه هایی که بهش دادی و تعهد کردی بهش گفتی این مال تو مال تو یعنی تو بانک نمیبره بذاره میذاره زیر بالش رخت خوابش میخوابه یعنی اون نباید ازش بگیری حالا میگین مردایی که میگیرن چه مردایی که آدم میکشن چه جنایت میکنن اینا هم جنایت میکنن اگر بگیم در قرآن قانون قطعیت هست دستو میبرن دست دوزو البته نیستم چی قانونی در قرآن دستشونو کوتاه کنید ولی اگر میبود اینها اون دزدی بودن که منو بود دستشونو ببرن مال زنه رو دزدیده دیگه همون هیچ فرقی نمیکنه
آیه شماره 22 در قانون ازدواج و در حقوق نکاح سخن میگوید. ولا تنکحو و نکاح نکنید. ما نکح آباؤکم من النساء با زنانی که پدران شما با ایشان ازدواج کردند زناشویی نکنید. إلا ما قد سلف به استثنای آنچه در گذشته واقع شده است. إنه چرا که بی تردید این عمل کان می بوده است فاحشتن عمل زشت بی اخلاق و مقتن و کریه و ناپسند و غیر قابل قبول و ساء سبیلا بر راه و شیوه ناپسند و غیر قابل قبول. سه واژه در اینجا آمده، یکی فاحشتن به معنای زشت آشکار به نام و مقتن تنفرآور و ساء و زشت، یکی به یک موضوع بی اخلاق و فحشا اشاره میکنه، نوع فحشا، و یک امر زشت ناپسند تنفرآور، و یک شیوه زشت و ناپسند، هم یک سنت زشتیه، هم یک کار زشتیه، هم نوعا فحشا محسوب میشه و مورد تنفر هست، اصلا این کار منفوره و زشت و باید ازش دوری کرد. چی؟ نکاح با تشکر میکنم اتاق فرمان و نکاح با زنی که پدر شما با اون زن در یک تاریخی ازدواج کرده. حالا مثلا شما از همسر اول پدرتون هستید، مادر شما طلاق گرفت یا فوت کرده، پدر شما با زن دومی ازدواج کرده، بعد مثل همین آیه های قبلی چشمش به یک زن سومی افتاده، زن دوم رو طلاق داده، زن دوم الان مثلا 2 سال هم هست که با پدرتون نیست، یه طلاق گرفته دیگه، زن بابای شما بوده، به اصطلاح زن پدر شما بوده ولی مادر شما نبوده، جدا شده، پدر شما با زن سوم داره زندگی میکنه، میگوید که با این زن که یک زمانی پدر شما با این مزدوج بوده اجازه نکاح و ازدواج ندارید، این کار هم فحشاست، هم مقتاست و هم سوء سبیل هست، این بدی و زشتی روش نکاحه. یعنی 3 وجه حرمت براش آورده، از 3 طریق ممنوعش کرده، خیلی شدید با این کار مخالفت میکنه قرآن. اما میگوید اگر قبل از صدور این قانون در عدم اطلاع و آگاهی مرتکب این نکاح شده باشی،
این نکاحی که الان اگر انجام بدی جنایتی، اگر که این نکاح رو قبلا در اثر نادانی یا نبودن قانون یا جهل تو از قانون انجام دادی، بر این کار گذشت حاصل میشه و ادامه زندگی از طلاق نزد خدا جایزتر است. به یک اصلی قرآن در اینجا اشاره میکند و اون این است که اقداماتی که از ما سر میزند اگر بر اثر جهل باشد، یعنی واقعا جاهل بوده باشیم، مقصود دیگری درش نباشه، اکثرا مورد بخشایش قرار میگیره. یعنی بین طلاق دادن این زن و مسئولیت هایی که بعد از اون به وجود میاد، حالا دو تا بچه از این زن پیدا کردید، خوب ملاحظه بکنید، یعنی الان شما با یک زنی ازدواج کردید که از شوهر قبلیش که پدر خود شما باشه یه بچه داره، شما الان با این زنه ازدواج میکنید، شما یه بچه پیدا میکنید از این زن، الان پسر شما در واقع با پسر اون زن هم برادر هستند و هم این که در واقع میشه گفت برادر پسر شما برادر شما با اون پسری که همسر شما داره برادر هستید، با پسر خودش با هم برادر هستید دیگه، پدرتون یکیه. حالا یک زن بچه جدیدی هم از شما و این زن به وجود آمده، این بچه با شما پسر شماست، با برادر شما برادره. ملاحظه میکنید چه رابطه عجیبی میشه، یعنی این بچه پسره با پسر شما برادرن، در صورتی که شما با اون برادر او پسر شماست. یعنی رابطه پسر و برادر در اینجا به هم تابیده و یک بغرنج و یک امر ناپسند غیر طبیعی به وجود آورده. قرآن میگوید که این کار هم زشته، هم فحشاست، هم بدکاریه، هم بروش بده، نکنید این کار. با این وجود اگر قبلا این کار کردید و واقعا آگاه نبودید، به شما اجازه داده میشه که در این امر خطیر باقی بمانید. توی شهرداری های مختلف اگه رفته باشید، بعضی وقتا خیابان تنگی بوده قبلا، حالا خیابان باز میکنن که عقب نشینی باید بکنن. ساختمان ها، همه ساختمان هایی که عقب هستن، خب عقب هستن، بخواین امروز بسازید جواز ساختمان نمیدن مگر اینکه عقب بشینید. ولی یه ساختمانی هم هست که اومده وسط جاده، تعرضی نداره ولی عقب هم نشسته، جاده هم باز هست، اون رو میذارن تعمیر بکنه، گچکاری کنه، رنگ بکنه، اینا خراب کردی دیگه نمیذارن بسازید، یعنی عقب باید بشینید. حالا در مورد همین قوانین هم یکی نمیدانسته در زمان قبل از اسلام که این که چیزی نیست، زن رو به ارث می بردن. حالا میگه به این ترتیب هم ازدواج شده، این در واقع از پدرت به ارث رسیده دیگه، چون زن رو به ارث می بردن. حالا مادر خودش رو به ارث برده یا زن پدرش رو به ارث برده، حالا پدرش یه زنی دیگه هم داشته، هم اونو به ارث میبره هم مادر خودش رو. این روابط غیر طبیعی، غیر انسانی وجود داشته. همه اینها میگوید این یکی رو ممنوع کرده، با زنی که پدر تو با اون نکاح کرده نمیتونی نکاح کنی مگر اینکه قبلا این کار رو ثبت داده باشی و ازدواج برقرار باشه. ببینیم که در این مورد نظری نوشتند که replying to امیر تقیزاد، تقیزاده هستند یا تقیزاد هستند، پیغام میدهند به امیر راد،
که ببینیم که این امیر راد عزیز کجاست. نمیبینم امیر رو. امیر کجایی؟ آهان، امیر راد می نویسد که پیداشون کردم. می نویسند که یاد شهدای مدافع حرم، یاد شهدای مدافع حرم با ذکر صلوات. عبدالواحد می گوید نازنین ما را بگذار به درس برویم، بنده بندگی کنید، موفق باشید، با اینکه الله اوقاتی را مقرر کرده تا متوجه اعمال و افکار از شوید و بازنگری کنید و درود. بسیار بسیار دوستانه. نسیمه دریا می نویسد که جناب محترم آقاسی عزیز، مردها کی بدون موجب چهار زن میگیرند؟ مردهایی که بدون موجب چهار زن میگیرند و میگویند که سنت رسول الله پیروی کردند چقدر حقیقت دارد؟ هیچ حقیقت ندارند. اینها مردهایی هستند که شهامتشون به اندازه مردهای عشرت طلب نیست. مردهایی هستند که فاحشه باز هستند، قانون باز هستند، عیاش هستند، ولی شرافت راستگویی هم دارند. میگه آقا شما چی کار میکنی؟ میگه ما گناه میکنیم دیگه، زناکار خبیثی هستیم که اشتباه میکنیم و اینا، نمیتونم هم جلوی خودم رو بگیرم، بدکار هستم. این خیلی شرافت داره که میگه من یک آدم منحرف جنسی هستم دیگه، بالاخره تو این دام افتادم و معتاد شهوترانی هستم. این خیلی احترام داره چون به گمراهی خودش اقرار می‌کنه. ولی مردهای بی‌شرافتی هستن که توهین میکنن به سنت رسول اکرم. میگی چرا زنا میکنی؟ این زناست دیگه، زنای توأم با افترای به پیامبره. میگی تو چرا زنا میکنی؟ میگه من زنا نمی کنم، من سنت پیامبرم رو دارم دنبال میکنم. یعنی پیامبر من زناکار بوده، من هم دارم سنت او رو ادامه میدم و زناکاری میکنم. یعنی برای انجام فحشا و زنا پیامبر رسول اکرم رو متهم میکنه. یا او زناکاره، پیغمبر دستور زنا هم داده، حکم زنا هم داده، ما داریم حکم زنای پیامبر رو اجرا میکنیم. ما سنت پیامبر رو دنبال میکنیم. سنت پیامبر چیه؟ زنا. بنابراین ما اون سنت رو داریم دنبال میکنیم. خود شما ببینید که میزان خبیث بودن این آدم ها و گناه اینها تا کجا پیش میرود. جناب حفیظ میگویند جناب امیر راد، شما از موضوع این برنامه دور هستید. من هم یک مرتبه خدمتشون عرض کردم، یک وقتی شعار میدن زنده باد امام خامنه ای، یک وقتی صلوات میفرستن، یک وقتی راجع به حرم صحبت میکنن. بالاخره دنیای خودشونو دارن، ولی تشریف دارن. البته جناب تقی‌زاد به آقای امیر راد میگویند که مدافع شهدای حرم، منظور کسانی که توی حرم از قبیل آخوند و ملاها هستن، منظورتون میپرسن آقای تقی‌زاد که مدافع شهدای حرم چه کسانی هستند؟ اولا شهدای حرم چه کسانی هستند؟ مدافعین شهدای حرم چه کسانی هستند؟ خیلی موضوع مهمیه لابود. اخیرا شاید این اتفاقات افتاده. به هر حال
ما بی تقصیر هستیم. خب میرسیم به یکی از آیه های کلاسیک و حکمدار قرآن که خیلی مشخصه و آیه طولانی هست ولی تعبیر و تفسیری نداره. علت این که این آیه رو میخوانیم برای اینکه آیه بعدی تعبیر و تفسیر درش هست. این آیه خیلی سرراست گفته شده که با چه کسانی نمیتوانید ازدواج کنید. لیست محرمات نکاحی رو در این آیه منعکس کرده که 1, 2, 3, 4 میتونید بنویسید، با این افراد نکاح ممنوع است. نکاح معنی رابطه جنسی نمیده، نکاح معنی زنا نمیده، نکاح معنی تجاوز نمیده، نکاح معنی عقد قانونی ازدواج میده با پیامدش که ممکنه رابطه جنسی باشه، ولی خود نکاح اشاره به یک قرارداد ازدواج میکنه. وقتی میگه شما با این زن میتوانید نکاح بکنید، معنیش این نیست که شما میتونید برید توی بغل این زن بخوابید. الله اون معنی رو نمیده. معنیش اینه که شما با این زن میتوانید وارد قرارداد نکاح بشوید. که قرارداد نکاح شرط اهلیت داره. عرض کنم حضورتون که بایستی که بلوغ عقلی و بلوغ سنی داشته باشن، اجازه رضایت داشته باشن، ظرفیت داشته باشن و رضایت متقابل داشته باشن. همه اینها توش هست. وقتی میگه قابلیت نکاح داره، یعنی میتوانید که راجع به این رابطه وارد شوید و قانون این کار اگر شامل شد زن و شوهر شوید. یعنی این نیست که تو هر کسی که قابل نکاح زن تو باشه. میگن جامعه بشریت به دو قصد هست. کسانی که نکاح با اونها حرامه، خب حرامه. کسانی که نکاح با اونها حلاله. یعنی چی؟ یعنی همه اینها زن من هستن از قبل؟ نه، اگر بقیه شرایط فراهم باشد قانون نکاح مانع نکاح شما نمی شود. نکاح به اون معنا. این لیست رو از روی فارسیش می خوانم و از روی انگلیسی سریع پخشش می کنم. در این قانون میگوید که کسانی که حرام هستند نکاح با اونها عبارتند از مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر، دختران خواهر، مادران رضایی، کسانی که به شما شیر داده باشند، خواهران رضایی، زنانی که با شما از یک سینه شیر خورده باشند، مادران همسر، مادر زنهای شما و دختران همسر شما. با زنی ازدواج میکنید از شوهر قبلیش دختر داره که در کنار شما پرورش یافتند و از همسرانی باشند که با آنها آمیزش داشته اید، بر شما حرام شده است و چنانچه با آن همسران آمیزش جنسی نداشته اید مانعی ندارد. یعنی شما با یک زنی ازدواج میکنید، مباشرت نمی کنید، قبل از نزدیکی یا قبل از تعامل رابطه جدا میشید، عقد میکنید، ازدواج حاصل نمیشه، در عقد جدا میشید از هم. حالا این خانم از شوهر قبلیش یک دختر داره، شما میتوانید با اون دختر ازدواج کنید؟ جواب مثبت است، بله.
و نیز همسران پسرانی که از نسل شما هستند، یعنی پسر بایستی که پسر خونی شما باشه، یک زن گرفته، حالا زنش رو طلاق داده، شما میتونید با اون زن ازدواج بکنید؟ جواب منفی است، خیر. موضوع دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که در یک زمان شما نمیتونید دوتا خواهر رو به همسری داشته باشید، مگر آنچه در گذشته واقع شده که خدا آمرزنده مهربان است. کسانی که در زمان تصویب این قانون یا نزول این قانون با دو تا خواهر در یک زمان ازدواج کردن و این قانون اون قانون رو رد میکنه، میگوید که اونها مجاز هستند که به رابطه خودشون ادامه بدند. پس دو مورد هست در این محرمات نکاح، یکی این که با زنانی که پدران شما با اونها ازدواج کردند و حالا جدا شدن، یک زمانی این زن زن پدر شما بوده، زناشویی مکنید با اونها مگر زمانش جاهلیت بوده باشه برای شما، و دو تا خواهر رو در یک زمان به عقد نکاح در نیاورید، و مگر اینکه گذشته قبل از قانون این اتفاق افتاده باشه. تصور میکنم که در متن این آیه اگر هم بخوانیم به نظر نمیرسد که، حالا در این حال اطاق فرمان لطف بکنید و این آیه رو روی صفحه قرار بدید. فقط بشنوید این آیه رو، ولی اگر که بتوانیم که پخش بکنیم که فقط آشنا بشوید با متن آیه شماره 23. حرمت ايها الناس اتقوا ربكم نخیر، این یاری نمیکنه، میره سر همون آیه اولی. بسیار حالا یک مرتبه دیگه هم برای شما عرض کردم که این کامپیوتر ما سالی دو مرتبه قش میکنه و هر دفعه هم 6 ماه طول میکشه که حالش خوب شه، ولی خب هم اون پیر شده هم ما دوتا پیر مرد به جان هم افتادیم و بالاخره با هم زندگی میکنیم. خیلی خوب. حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف إن الله كان غفورا رحيما. بسیار. معنی این آیه همان است که واژه به واژه خوانده شد و تقدیم شد. مطلب جدیدی قابل تعبیر و تفسیر جز این که دو ازدواج، ازدواج با همسران قبلی پدر شما و نگه داشتن دو خاطر، دو خواهر همزمان در قید نکاح، این دو عمل خلاف اگر در گذشته قبل از صدور قانون انجام شده باشد می تواند که دوام پیدا کند. آیه مهمی در پیش است، آیه شماره 24 از آیه های فوق العاده مهمی است که در قرآن شریف آمده. ما به دو نامه پاسخ میدیم و از شما میخواهیم که به آیه شماره 24 گوش بدهید و به ادامه حقوق نکاح در قرآن بپردازیم. آقای برکی می نویسند که از نظر شما این کسانی که ملاها برایشان چهار زن نکاح کرده اند چه می شود؟ بایستی که طلاق کنند و یا دوام بدهند، چون که می گویند ما نمی دانستیم ملا اجازه داد. به طوری که در متن قانون قرآن ملاحظه کردید و شنیدید، در دو مورد قرآن اشاره به سلف میکنه، اشاره به اصطلاح غفران به سلف میکنه. یکی در مورد آیه 22 هست که کسانی که نمیدانستند و تعدد زوجات در اینجا نیست، دو تا زن نداره اینجا، یک زن بیشتر نیست، این زن همسر قبلی پدر اوست. مثلا پدر او 10 سال پیش 1 سال 6 ماه 2 روز 1 روز 7 روز با این زن نکاح داشته. حالا پدرش فوت کرده، این زن هم یا اینکه پدرش زنده است طلاق گرفت، این زن آزاد شده، او هم با این زن ازدواج کرده. الان این کار زناست. قرآن میگه که در گذشته اگه کردی، این یک مورد رو اگر که بر اساس جهل این کار شده میبخشه، دیگه نمیبخشه تا تمام آیه 23 تمام میشه. قسمت آخرش کسی که الاختینی، بین الاختین، بین دو خواهر، این قانون دومه که اگر که شما جمع دو دختر رو داشتید وقتی که تعدد زوجات آزاد بوده قبلا و همه جور زن رو به ارث می بردن، دو تا دختر رو همزمان به عقد خودتون در آوردید قبل از این قانون، اون رو هم می توانید که حفظ کنید و مجبور نیستید که جدا بشه. ما جز این قاعده دیگری برای به اصطلاح ابقاء رابطه حرام نداریم.
و چهار زن در این قانون پیش بینی نشده در قرآن. بنابراین کسانی که چهار زن دارند یا کسانی که بیش از یک زن دارند، حالا چهار زن به جای خودش، کسانی که بیش از یک زن دارند طبق قانون قرآن بر این اساسی که ملاحظه می‌فرمایید زنا محسوب میشه. قبلا مراجعه به زنا از قرآن آموختیم. خطر زنا این است که وقتی کسی مرتکب زنا میشه، مثل این ویروس صاحب مرده، اسمش چی هستش، کرونا، مثل این میشه. یعنی شما وقتی که دستت آلوده است، دستت رو میزنی به دستگیره ماشین، من هم دستم رو میزنم به دستگیره ماشین، از طریقه این دستگیره ماشین این ویروس ساخته شده خوب از طریق دسته دستگیره ماشین از طریق شما به من سرایت میکنه و همینطور به جاهای دیگه. موضوع زنا مثل ویروسه. یعنی مرد الان با زنش رابطه نکاحی مجاز داره، توجه میکنید؟ حالا مرد از خونه میره بیرون، با یک زنی فعل زنا انجام میده، هم خودش خبیث میشه، تا حالا فرض کنید در این لحظه این کار نکرده، طیبه، این کاری که میکنه خبیث میشه، اون زنی هم که با این مباشرت کرده او هم خبیث میشه، هر دو کرونا گرفتن. اون زن رو هنوز راجبش حکم نمیده، حکمش مشابهه البته با این مرده. مرده میاد خانه، با خودش چی آورده؟ کرونای زنا آورده، می نویسنش کرونا زی، یه جور ویروس جدیده، ویروس اخلاقی. البته این مرده از خونه که میرفت بیرون اول شب طیب بود، الان که برگشته شده خبیث. قانونی که قرآن داره میگوید که مرد خبیث برای زن خبیث خیلی خوبن، برن شهرداری ازدواج کنن. ازدواج اسلامی هم نمیتونن، لیاقت ندارن که ازدواج اسلامی بکنن. حالا این مردی که خبیثه، اگر زنش دانسته که این شوهرش خبیثه، با این مباشرت داشته باشه، کرونا به اون هم سرایت میکنه، اونم خبیث میشه و زناکار. زن شرعیش اگر باش نزدیک بشه، دانسته که این شوهر خبیثه، اون زن هم خبیث و زناکار میشه و رابطهشون آزاد میشه. یه دوتا زناکار با هم دیگه هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم، بازم به زندگیشون ادامه میدن، ولی به عنوان دو زناکار، به عنوان دو خبیثی که مستحق هم هستن، با وجود که زن بیچاره کاری نکرده. اگر بداند. همسر من همیشه در این مورد به من میگوید که با قید احتیاط اگه میشه این قوانین رو در قرآن ذکر نکن، یا باور نمی کنن، یا اگر باور کنن اساس خانواده ها هم میریزه. و ما در موارد دیگه ما هیچ وقت اختلاف نداریم در خانه، در این مورد اختلاف داریم که ایشان خیلی خوب از نرمش زنانه و از عاطفه زنانه و عطوفت زنانه برخوردار هستند و همونطور هم حکم میکنند. من به ایشان عرض میکنم که قرآن اگر کتاب من بود، دنیا عوض شده بود، یه دنیای دیگری بود. اما خب قرآن که مال من نیست که، گفته های منم نیست که، منم که نمیتونم که یک وابش رو این ور اون ور بکنم، جز به فرمانهای قرآن به پیامبر میگوید خدا که محمد حواست رو جمع بکن، نکند که برای رضای کفار و کسانی که بیمیل هستند به شنیدن بعضی از آیات، بعضی از آیاتی رو که اونها بیمیل به شنیدن هستند برای آنها نخوانی، نکند چنین کنی.
آیات قرآن گردو نیست که بزرگاش رو برداری و کوچیکاش رو بذاری کنار. میدانی که این چه آیهی به درد این میخوره. شفای این شخص رو تشخیل میدی که چه دارویی میخواد، همون دارو رو بهش بده. چندین بار این موضوع رو خدمت شما عرض کردم، باز هم عرض میکنم، به علت این که مهمه. ما یک وقتی برای سخنرانی و اینکه هم سخنرانی کنیم هم امام چی باشیم، امام نماز مغرب باشیم، رفتیم به یک جایی که خیلی خانه بزرگی بود، بزرگ عجیب غریب. من خانه بزرگ و اینا زیاد دیدم، خب این طرف اون طرف میریم دیگه، ولی این خانه خیلی بزرگ عجیب غریب بود، تعجب آور. اصلا یه جور عجیبی بود، یه سالن خیلی بزرگی داشت که مثلا 400 تا 500 تا آدم تو جا میگرفت، به عنوان لیوینگ رومشون سالنشون بود. همسر من با من بود اونجا، گفت که اینجا شروع نکنی همین دو مرتبه اینا رو سرزنش کردن و از این حرفا و اینا که هممون رو بیرون کنن از اینجا، کارت رو بکن، اینا تذکری بده و اینها، ولی با اینا خشن نباشم. گفتم من با هیچ کس خشن نیستم، من چه خشونتی دارم، ولی مقصود شما چی؟ از همسرم پرسیدم، یه درست واضح صحبت کنید من بفهمم چی میگی. گفتم منظورم اینه که راجب سرمایه و سرمایه داری این حرفا آیه از قرآن نخوانی. گفتم معذرت میخوام و اینها، بار همه احترامی که برای شما قائلم، ولی مجبورم که قبول نکنم این فرمایش شما رو، به خاطر اینکه ما مأموریتی بوده که حتما آمدیم اینجا و همین حرفا رو باید بزنیم. و اتفاقا دیگه هیچی نگفتم، دیگه همین گفتم چشم و نمی کنیم و اینها و تمام شد. خلاصه موقع سخنرانی که رسید، موقعی که ما نماز میخواندیم 400 نفر 500 نفر پشت سر ما ایستاده بودن اینا. حالا منم امام اینا بلد نیستم بشم، دیگه به زور گفتن بیا اینجا امام بشو. اتفاقا یه پروژه‌ای اون وقت در دست داشتیم که برای یکی از کشورهایی که حالا اسمش در اینجا مناسب نیست، ما خیلی گرفتاریم در اینجا. قرار بود که کارهای خدمات اجتماعی انجام بدیم، از اینا پول بگیریم بدیم به اونا. دیگه قبول کردم که امامم بشم، انشاءالله خدا میبخش. نماز که میخواندیم خیلی اصلا جمعیت پشت سر دیده نمیشون، قد زیاد بودن، و بعدم نشستن و صلوات و از این حرفا، و آقای دکتر و آقای یکتر رفتن بالای منبر، و منبر نبود، البته صندلی بود، رفتیم اونجا و شروع کردیم به سخنرانی. اولین مطلبی که شروع شد بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، هوا و هوس و آرزوهای بیهوده تو رو وادار به احتکار و جمع کردن و تعدد و تکاثر کرد. چیزهایی که لازم نداری و حق دیگرانه جمع میکنی، خودت هیچ برداشت و استفاده ازش نداری، حق دیگران رو از اونها گرفتی، یک زندان ساختی برای روزی و معاش مردم، و روزی و معاش مردم رو در زندان غرور و شهوت خودت نگه داشت. 50 تا اتاق خواب دارین صاحب مرد خوند، تو خودت هستی و زنت، 49 اتاق، یعنی هر اتاقی رو حساب بکنید که 4 نفر باید توش بخوابن، 200 نفر 200 نفر رو به خانمان کرده این خانه تو، از این سری حرفا و این ها. کم کم مردم از پنجره و از پشت اتاق و اینهای دوتا و ستا و چارتا و اینهای رفتن بیرون. این داستان نیستان، واقعیت داره. سخنرانی که تمام شد دیدیم فقط صاحب خانه و همسرش و دو سه نفر دیگه، یک دوشون هم بچه بودن، اونجا ایستادن و سراشون کج و خیلی ناراحت بودن، یعنی همه مهموناشون ناراحت شده بودن که این کیه آوردی؟ این کمونیسته؟ این گفتیم امام بیار، شما رفتی کمونیستا رو آوردی؟ این ببین مال کدوم حزب توده است، کجاست؟ اونا از این حرفا.
بالاخره انقدر ناجور بود بودن ما با اینها که خیلی هم گرسنه‌مون بود. از صبح غذا نخورده بودیم که بریم اونجا و شکم سیری بکنیم و اینها چشم چی میگن سورچرانی کنیم. بالاخره با همه گرسنگی اینا دیدیم دیگه پذیرفته نیستیم، خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و سر را رفتیم یک جایی یک ساندویچ ماهی خریدیم و نصف کردیم و خوردیم. یادم نمیره هیچ وقت. قرآن رو به نظر من ما نبایستی که دستکاری کنیم، هم در انتخاب آیات و در هم در تعبیر و تفسیر قرآن باید امانت رو رعایت بکنیم، هم امانت رو در تعبیر و تفسیر قرآن رعایت بکنیم و هم در انتخاب آیات. اگر که قرار است که انتخاب آیات بشود، انتخاب درست بکنیم که به درد اونها بخوره. اگر شما پزشکی هستید که داروساز هستید، من البته پزشک نیستم، اگر شما داروساز هستید در داروخانه کار میکنید، همه جور دارویی دارید، یک وقتی درس داروشناسی میدید همه این داروها رو معرفی میکنید، یک وقتی یک مریضی پا میگذاره تو داروخانه میگه آقای دکتر دندانم درد میکنه، شما مثلا یه مسکن روی دندان میخواید به این بدین، شما یک آمپول سردرد به این نمیزنید که. شما داروی میدید که شفای او باشه. الان اون کسانی که اون کسی که پزشکم بودن که این خانه عجیب غریب ساختی که به سیرک دلغک ها بیشتر شبیه تا به خانه، این همه پول این مردم بدبخت و چند میلیون دلار پول ریختی تو این خانه، پولم به ما ندادن البته چون همه دلخوشن رفتن، اصلا گفتن این دیوانه کمونیست ما پول بدیم چیکار بکنه، کمونیست هم شدیم اونجا، دست خالی هم اومدیم و چقدر رفتیم جاهای دیگه کار کردیم، زهر زدیم چیکار کردیم، بالاخره اون پروژه انجام شد یا نشد بگذاریم از همه حرف. در این مورد هم همیشه همسر من میگه جامعه به هم میریزه. خب اگر جامعه به هم میریزه لابد باید به هم بریزه، لابد مردم باید فکر بکنن. این است که امروز هم عرض میکنم که تعدد زوجات در قرآن بخششی نداره، بخشش همون دو موردی است که عرض کردم، دو تا خواهر در یک زمان، یا شما با همسر سابق پدرتون یا بیوه یا مطلقه ازدواج بکنید. الان بکنید این کار رو خبیث میشید و این کار قدغنه. اگر قبلا این کاری کردید میگه اینا مالی که مال 1500 سال پیشه، بعد از اون قانونن شما مطلع به قانون هستید، یعنی یه خودم بذارید سختش بکنم که راحت بشید. پرسیدن آیا گذشتی داره؟ نه گذشتی نداره. یعنی امروز شما اگر دوتا خواهر رو با هم بگیرید و بگویید که من اطلاع نداشتم، این عدم اطلاع شما، این عذر شما، واقعا هم اطلاع نداشتید، نمیدونستید، رفتید دوتا خواهر گرفتید با همدیگه، اینها همسر شما هستن. حالا یه کسی میاد این قانون قرآن رو برای شما میخونه، بعدم میگه اگر قبلا این کاری کردی اشکالی نداره، آیا این شامل شما میشه یا نه، یا در مورد همسر سابق پدرتون شامل حال شما میشه یا نه. بذارید اصلا اینو بگذاریم، دو تا سه تا جواب بدیدن. قرآن میگه اگر نمیدانسته، اگر نمیدانسته و همسر قبلی پدرش رو گرفته، یا اگر نمیدانسته دو تا خواهر رو با هم ازدواج کرده، الان که قانون رو فهمیده و میخواد برگرده لازم نیست برگرده، میتواند استثناءً ادامه بدهد. اول این رو عرض بکنم قبل از اینکه سوالم مطرح بکنم، به من بگویید که الان میشه اینها رو بخشید یا نه. ولی ضمن اینکه دارید جواب میدید، این مطلب رو هم در نظر داشته باشید که کسانی که بیش از یک همسر اختیار میکنند، فرض کنید دو تا همسر میگیره، اون همسر دوم
اگر مطلع نباشد که شوهرش زناکار است، مرتکب خطایی نشده. اما شوهر زناکار که رفته بیرون با کسی زنا کرده، حالا آمده خانه، او میداند که خبیث است و خبیث نباید با طیب نزدیک شود. و اگر او با زن خود نزدیک بشود، علاوه بر اینکه او با یک زنی خارج از خانه زنا کرده، با همسر شرعی خودش هم زنا کرده. ولی زن او با او زنا نکرده تا زمانی که زن بداند شوهرش زناکار است، باید دور بایستد از او و باید اعلام بکند که ما رضایت نداریم با تو زندگی بکنیم، جدا شو از من، فاصله بگیر و حکم طلاق رو انجام بده. برو طلاق رو ترتیبشو بده، برو محکمه، برو این طرف طلاق، من با تو زندگی نمیکنم. و اگر خب به زور تجاوز کردی بهش قربانی میشه، ولی اگر تن به قضا بدهد خبیث محسوب میشه. از که این مرد این واجیر کرونای زنایی رو از اون زن بیرونی به زن درونی میآورد. این هاست همسر من میگوید اینا رو نگو، خانواده ها به هم میریزه. من نمیدانستم که من مسئول حفظ خانواده ها هستم یا مسئول امر به معروف هستم یا اینکه فرمان خدا رو ضعیف و خفیف بکنم. به من چه مربوطه؟ جدا بشن میخوان نشن. اگر قرار است که این قاعده مطرح بشود، باید مطرح بشود. اما اجازه بدید که این سوال از شما بکنم، نه اون سوالی رو که آقای برکی مطرح کردن که اگه دوتا زن بگیره بخشیده میشه یا نه. سوال من این است که این قاعده قرآن که اگر کسی دوتا خواهر گرفته با هم، یا اگر زن پدرش رو ازدواج کرده و نمیدانسته و الان متوجه میشه، ما راجع به این زمان داریم صحبت میکنیم نه اون زمان، آیا اینها بخشیده میشن یا نه؟ میخوام ببینم که پاسخ شما چه خواهد بود. اجازه بدید برم بالا. میرسیم به از آقای برکی شروع کردیم. بله، این آقای برکی سوال کردن که کسانی که ملاها 4 زن بهشون تجویز کردن الان متوجه این قانون میشن، تکلیفشون چیست؟ آیا بخشش و قانون قفران سلف به اونها مربوط میشه یا نمیشه؟ این سوال ایشان سوال منو به وجود آورد که حالا راجع به همش صحبت میشه. جناب رسولی با ادب سوالی دارن در رابطه با تعدد زوجهای پیامبر که اگر خداوند محمد را در حالت فارغ از معصومیت بشر معمولی همچون دیگران معرفی میکند، چرا استثناء قائل است و تعداد زوجها را روا می‌دارد در حالی که در مورد مردان دیگر حکم جدی صادر نموده است؟ تعدد زوجات رابطه با معصومیت یا عدم معصومیت ندارد. نحوه زندگی پیامبر و مأموریت رسالتش و جنبه‌های خاص زندگی او که ارتباط پیدا می‌کرده با موضوع رسالت او، ایجاب چنین شرایطی رو میکرده. من البته وکیل رسول اکرم نیستم، مدافع ایشان هم نیستم، وکیل خدا هم نیستم، من فقط شارح این قواعد هستم، شرح میدم اونها رو. این قواعد مال من نیست و حکمتش هم نزد خداست با این مقدمه. اما به نظر من میرسه، این رو برای خودم دارم با خودم حرف میزنم، به نظر من میرسه که لطف روح القدس ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. من تصور میکنم که اگر من و شما هم در سن 24 سالگی که تقریبا به نقطه قله آغاز تعدیل شهوت در مرد میرسیم،
یعنی تا اونجا به طرف عمودی پرواز میکنه قوه شعبانی. البته قوه شعبانی یک پسر بچه 16 ساله از یک مرد 24 ساله بیشتره، ولی قدرت مدیریت شعبانی مرد 24 ساله از پسر 16 ساله بیشتره. تأمین شهوت برای او بیشتر میسره تا برای بچه 16 ساله. این رو گفتیم. پیامبر اسلام در اوج ادراک شهوات طبیعی بشر در فرهنگ و سنتی که زنها در سن 10-12 سالگی ازدواج میکردن، در سنت قبل از اسلام داریم صحبت میکنیم، رسول اکرم وقتی 24 ساله بودند که پیامبر نبودند، که چوپان بودند و بعد بزرگ شده بودند، حالا تاجر شده بودند و حق العمل کار بودند و به اصطلاح حمله دار میگن بهش، که هم شتربان بودند و هم ساربان بودند و هم تاجر بودند و هم اکسپورت ایمپورت میکردند و واردات و صادرات میکردند و تجارت میکردند، از این کارها امین بوده، ولی هم او رو به نام محمد امین می شناختند. ارزش های خاص خودش رو داشته، مورد قبول همه بوده، بانک محل خودشون بوده، مثل بانک که همه بهش اعتماد دارن اونطور اعتماد داشتن بهش، اینجور آدم بوده. ولی آدم بوده، آدم معمولی بوده، همون وقتش هم آدم معمولی بوده، اما در مواردی هم غیر معمولی بوده. یعنی خب در استعدادش که تجارت خدیجه رو به اوج میرسونه، با جغرافیای اون زمان تجارت خدیجه رو بین المللی اون زمان میکنه و دیگران هم مرتب به او سفارش میدادند و خیلی رونق داشته زندگیش. خدیجه 41 سالش بوده، رسول اکرم 24 سالش بوده، بین 15-17 سال از او بزرگتر بوده. حالا بین شیعه و سنی خیلی اختلاف هست که خدیجه ازدواج کرده نکرده، چند تا شوهر داشته نداشته، بگذاریم از اینها که مورد اختلافه، چون من بحثای تاریخی و جنگهای تاریخی رو دوست ندارم، ولی از یک همسر تا 5 همسر اختصاص داده میشه به او که در گذشته غیر از محمد یک یا تا 5 همسر، نه همزمان البته، ولی تا 5 بار شوهر ازدواج کرده بود یا یک بار ازدواج کرده بود و از همه این شوهرها بچه داشته یا نداشته. هر دو صورت تاریخ رو دارم عرض میکنم. به هر حال یک زنی بوده که به سنت اون زمان پیرزن بوده. البته خانم ها پیر نمیشن، ولی استثناء این خانم پیر شده بوده. چهل و یک سال یعنی سال مردن. من خاطرم از بچه بودم، رفته بودیم یک مجلس ترحیم، یک کسی مرده بوده، اینا پدرم مارم برده بود اونجا و روزه میخوندن و قرآن میخوندن، چه میکردن و همه گریه و زاری و پلان اینها. بعد یک کسی اومد گفت چرا اینقدر گریه میکنین؟ به خصوص خانوما خیلی گریه میکردن، این شروع میکنید اینها. در مرحوم زن گرفت، زندگی کرد، فلان کرد، بیسار کرد، تا 36 سالش بود مرده و عمر خوبم عمر کرد، الحمدلله. خوب منظورم این کلمه است که خوب عمر کرد، یعنی به حد نصابش رسید. مثل الان که میگن این آقا چند سالشه، میگن 96 سال، میگن خب عمر خوبی کرد. اونا گفت 36 سال. این موضوع مالی کی؟ مال زمان بچگی منه. میخوام بگم که سن هم کوتاه‌تر بوده. یا آدم ها سن 40 سالگی دیگه دختر بچه که نبوده که، بالاخره یه سنی داشته دیگه به سن اون وقت. پیامبر چند سالش بوده؟ 24 سالش. گفته میشه که خدیجه خیلی هم خوب رو نبوده، محمد خیلی زیبارو بوده. باز در تاریخ هست که جز به نبه های او که خیلی شکل او بودن، یکی حسین ابن علی خیلی شکل او بوده که
باز در تاریخ می نویسن که یکی از سرزنش هایی که به یزید وارد میشه این است که تو حالا همه چی رو به کنار، این عین آینه پدر بزرگشه، این اصلا شکلش عیناً مثل اینکه همزاد محمده از شباهت با او، چطور تو آخه دستت اومد که نوه پیامبر رو باش این معامله رو بکنی؟ منظور این که شباهت صورتش و اینا، خیلی زیبارو بوده محمد، موهای بلندی داشته، صورت فوق‌العاده دلپذیری داشته، اندام باریک و بلندی داشته، مثل لیلی و مجنون که صحبت میکنند اینا، میگن مجنون خیلی زیبارو بوده و همه زنها عاشقش بودن، لیلی خیلی بیریخت بوده و بد شکل بوده و این موجود شیفته اون موجود میشه. بگذاریم از این مقدمات، وقت همه شما را هم گرفتم، عذر میخوام. محمد در زمان 24 سالگی 15 تا 17 سال از همسرش کوچکتر بوده و مدت 30 یا 31 سال، مدتی یعنی تا مدت 16 سال که رسول اکرم به سن 40 سالگی خودش برسه، که همسر مال بوده، آدم نبوده، همون زمانی بودی که شوها از مادران خودشون از پدرانشون به ارث می بردن، این مقام زن بوده. حالا بگذارید از ثروت بی حساب خدیجه که ثروت بهش قدرت داده بوده، یعنی همه که خدیجه نبودن، زن کالا بوده، زباله بوده زن. خب اون وقت هر کسی هم هر تعدادی که میخواسته زن داشته، زن رو به ارث میبرده از پدرش که مادر خودش باشه. شما ببینید بقیه دیگه چی بوده، اصلا تعداد ازدواج یعنی چی، نکاح یعنی چی، زن یعنی گاو و گوساله، بیار تو خونه هر کاری هم میخوای بکن. در اون شرایط، در اون فرهنگ، کسانی که بازی با دختر بچه ها و تفریح با دختر بچه ها جز سرگرمی مرد ها بوده در اون محیط، اگر بخوایم تصویر بکنیم اون محیط رو، یک شخصی به نام محمد با این برازندگی و با این ظاهر، با اون سن در مقابل اون خانم، با اون مشخصات و با اون سن، 30 سال تمام که نصف این مدت پیامبر نبوده، نصف این مدت پیامبر بوده، اون مدتی که پیامبر نبوده، 30 سال، 15-16 سال تمام، یک مرد با یک زن زندگی کرده، علی‌رغم فرهنگ موجود و حاکم بر محیط، که این افسانه است، این باور نکردنیه، این یک معجزه است که یک مردی با این مشخصات، با زنی با اون مشخصات، در جامعه‌ای با این مشخصات، این مقدار تقوا و خودداری و ملایمت شهوانی داشته باشه و بر نفس خودش تسلط داشته باشه. و بعد هم ما می‌دانیم که رسول اکرم از تمام مواردی که مرخصی داشته و کار نمی کرده، به تمرکز و به قول امروزی ها مدیتیشن می پرداخته و در خودش فرو می رفته و با دنیای معنا در ارتباط بوده. شخصیت فوق العاده معنوی بوده و از نظر هوش و استعداد هم نابغه بوده. همون دستور المدینه یا قانون فدرال تشکیل یثرب به مدینه از آثار بجاماندنی اوست. منظور با همه این مشخصات 30 سال با این زن زندگی میکنه، تا اینکه در سن 70 سالگی، 71 سالگی، 72 سالگی این زن فوت میکنه و تا اون وقت پا به پای این زن، یک مرد و یک زن با هم زندگی میکرد. رسول اکرم از سن 52 سالگی یا 53 سالگی تا سن 63 سالگی
یعنی بعد از فوت خدیجه، در این مدت 8 تا 10 سال در تاریخ آمده 27 بار ازدواج میکنه، نه 1 بار و 2 بار. جمعاً تعداد همسران ایشان 28 همسر میشه با خدیجه. یک همسر از 24 سالگی تا 52 یا 53 سالگی 27 همسر در این مدت کوتاه 8 سال 9 سال که از این 27 همسر یکی ماریه بوده، یکی عایشه بوده و یکی صفه بوده، به نظرم دختر عمر، دختر ابوبکر، و یک کسی که مصری بوده، قبطی بوده و مسیحی بوده و مسلمان هم نمیشه و به شکل مسیحی به همسری. 24 همسر دیگر رو پیامبر اختیار کرده. همه این 24 پیامبر دارای شوهرهای قبلی بودند، یکی دو تا سه تا پنج تا شوهر قبلی و بچه های کوچک و بزرگ از شوهرهای مختلف، و پیامبر با اینها ازدواج میکنه و بیشتر اینها همزمان بودند. من چون بحثمون سر این کار نیست، فقط موضوع رو به همین جا به قضاوت شما با میگذارم. مردی که از نظر شهوی، بالاخره همه ماها که شما که میشنوید صدای من، یا مردید یا زن دیگه، شما هم به نوعی دارای غریزه بشری هستید و امر ناآشنایی نیست برای شما این سوال من. آیا یک مردی که از اشتهای جنسی و از اشتهای شهوی به شکلی است که 24 ساله او تا سن 52 سالگی 54 سالگی به این ترتیب زندگی میکند و زندگی جنسی و زندگی شهوی و زندگی غریزی او با چنان شخصی است، با چنان سن و سالی، با چنان مشخصاتی، این قاعدتا بایستی که از نظر شهوی آدم افراطی باشه یا آدم ملایمی باشه، مزاج شهوانیش. و آیا یک مردی که تمام عمرش در جنگ و دوندگی و فرار و زحمت و وحشت و ضربت قرار داشته، به سن اون زمان، با شرایط زندگی اون زمان، با تغذیه اون زمان، با بهداشت اون زمان، با حد متوسط سن آدم ها در اون زمان، یک مردی که از جنگ های 20 ساله و 30 ساله برمیگرده، همه عمرش بیابانگرد بوده، حالا یا ساربان بوده یا تاجر بوده، هرچی که بوده، و خود رسول اکرم هم اصلا آدم مریض الاحوالی بوده. شما باز در تاریخ زندگی ایشان که میخوانید، ایشان نفس تنگی داشته در کودکی و تابستانها که هوای مکه خیلی کثیف و ناجور میشده، ایشان رو میبردن در خانه اقوامشون در ییلاقی به نام بطحا که در شمال مکه امروزی است، که اونجا هواش در کوه دیگه خنک‌تر باشه که کثافت هوا باعث مرگ محمد نشه، محمد بچه سال جوان یتیم بیمارگونه، و تا آخر عمرش هم همین طور بوده. یعنی یک آدم ضعیف الجثه‌ای که همش زندگیش با جنگ و ناملایمات و فشار بوده، سنش هم به سن امروزی پیرمرد شده بوده. از شما سوال میکنم که باز دو مرتبه برای اینکه این معلومات رو تو ذهنتون نگه دارید، 24 سالگی ازدواج کرده، با 41 سال ازدواج کرده، 30 سال نگهش داشته تا پیر زن، ببخشید، تا مسن 71 ساله و 72 ساله شده و خودش هم به آستان پیری رسیده در اثر فشار دنیا، غیر از عایشه، غیر از صفه، غیر از ماریه،
که هر کدام اینها علت خاص خودشون داشتن، در مدت 6 سال 5 سال 24 همسر داشته، همسرانی که عموما از خودش بزرگتر بودند، همسرانی که هر کدومشون 7-8 تا بچه داشتن. به نظر شما یک مرد 54 ساله 53 ساله از نظر جنسی و از نظر نیازهای غریزی احتیاج داره که 24 زن حاضر داشته باشه برای دفع شهوت او؟ و آیا از نظر فیزیکی امکان این کار رو داشته؟ و آیا این مقدار احتیاج غریزی داشته؟ هر جوابی که میدید تمام اینهایی که گفتم فراموش کنید. پاسخ شما این است که حکمت خدا بر این بوده است که در مورد او چنین بشود، اما هیچ ارتباطی با معصومیت پیامبر نداره. عذر میخوام که وقت برنامه رو مصروف این کار کردم. من فقط میخواستم که این رو عرض بکنم که شاید که من در درون خودم احساس مسئولیتی یک آدم نسبت به یک آدم دیگه میکنه، یعنی احساس مسئولیتی است که من در معرفی محمد به خودم حس میکنم. اصلا جنبه دینی و این هم نداره، جنبه انسانی داره. فقط که من فکر میکنم که لازم هست که بعضی از موضوعات روشن بشه. حالا کسی قبول میکنه یا نمیکنه و اینها، من وکیل محمد نیستم، ولی به هر حال امیدوارم که فقط این جواب را از من بگیرید در ارتباط با موضوع قرآن که حکمت الهی بر این امر حاکم است، یا به بیان دیگر والله اعلم، من نمیدانم. بسیار خوب، پاسخ آقای رسولی خیلی طول کشید. جناب نگاه شعر کردند، بقیه شما هم شعر کنید، خیلی خوبه که این کارو بکنید. جناب فیض می نویسند که من یک پیام دارم برای شما، خواست من از شما این است که یک برنامه در رابطه به نژاد پرستی داشته باشید، چرا که در فرهنگ ایران خیلی رواج است. در همه جای دنیا است، اما در ایران بیشتر صورت میگیرد. و دیگر این که یک برنامه در رابطه به شیعه و سنی داشته باشید که چرا اکثرا ملاها در افغانستان برخلاف اسلام عمل کرده و حرفهای مزخرف میزنند و میگویند که شیعه کافر هستند. این حرف را ملا مجیب رحمان از هرات افغانستان است به زبان آورده و ویدیوهای او هم موجود است، ولی از نظر بنده شیعه و سنی برابرند. من میخواستم که شما به عنوان یک کسی که حقیقت را به زبان می آورد برنامه داشته باشید. پس یکی پیشنهاد شما در باره تبعیض نژادی است که ایرانی ها دارند، و یکی در باره علت وجودی و علت مخاصم هر دو که اصلا چرا به وجود آمدن و چرا با هم می جنگن. حالا به وجود آمدن اون یک داستانه، جنگشون هم یک داستان دیگه است، دو تا داستانه. در مورد اینکه ایرانی ها تبعیض نژادی قائل میشن، حقیقت متاسفانه همین است که گفته شده، و حقیقت بدتر و شرم‌آورتر این است که ما نمیپذیریم که ما اسرای تبعید نژادی هستیم.
و معتقدیم که نه، ما ملت آزاده‌ای هستیم، ما سرآمد همه ملت‌های دنیا هستیم، ما قدیمی‌ترین چنان هستیم، ما کوروش رو داریم. ما وقتی که یهود رو می‌خواستیم آزاد کنیم، بفرستیم برن به معبد اول و معبد دوم و چه و فلان اینها، انقدر ما آزاده هستیم که اسرای جنگی ما رو که یهودی ها اسرای جنگی ما بودن همراه اینا تار و تنبور فرستادیم. اسرا رو وقتی میخواستیم رها کنیم که ساز و آواز بزنن و آهنگ بخوانن، اسرا رو میبرن که حوصله اینها سر نره با موسیقی برسن به ملک خودشون. از این چیز هم ما گفتن تو تاریخمون داریم، ما کوروش رو داریم که چنین بوده و چنان بوده، از این حرف رو. تاریخ مخالف هم داریم که اون تاریخ رو بعد از اینکه کوروش رو ما تبدیل کردیم به کوروش مقدس یا تبدیل کردیم به کوروش توراتی، تا امروز اسیر شدیم که آزادی بیان درباره کوروش هم نداریم. حالا کوروش مرد بزرگی بوده، ولی کوروش خدا نبوده، کوروش یک بشر بوده. ما اجازه داریم که بگوییم که محمد مافوق این بشر نبوده. مردم دنیا، ما اختیار و آزادی داریم که شخصیتی مثل محمد رو، گوشه کوچکی از زندگی او رو گفتم. من برای اینکه شماها توجهتون به محمد جلب نشه، مجبورم که همه جا شما را قطع بکنم. شخصیت محمد اگر بخواهد مطرح بشود، این خطر وجود داره که اصلا انسان شخصیت الوهیت براش قائله، که یک آدم خاکی به این مقام میرسه. ولی کار من این نیست که اون کار رو توسعه بدم. من جلوی این احساسات شما رو هم باید بگیرم که محمد رو آدم بدانید، نه بیش از آدم. ولی واقعا در بعضی از موارد آدم به شخصیت این بزرگوار شک میکنه که کجا سیر میکرده. ما اجازه داریم راجع به اون انتقاد کنیم، اما راجع به کوروش اجازه نداریم انتقاد بکنیم. ما میتوانیم که محمد رو محاکمه کنیم که چرا در سوره عبس چنین کردی که خدا تو رو محاکمه بکند؟ چرا به کور سلام نکردی؟ چرا جلوی پای کور بلند نشدی؟ سخنرانی خودت رو قطع نکردی و دست و صورت و آغوش کور رو در بغل نگرفتی و سر او رو نبوسیدی؟ ما میتوانیم که پیامبر رو محاکمه کنیم، اما ما اجازه نداریم که کوچکترین حرفی به کوروش توراتی مقدس بزنیم. اون هم یه پیغمبر مقدسی شده که از این پیغمبر بالاتر. من ضد کوروش نیستم، اما ترسی هم از هیچ کس من ندارم. والله من از نه محمد میترسم نه از کوروش. من اون چی که میگویم فکر میکنم که مفید است که بگویم. الان ما اسیر تقدس کوروشی شدیم. صداش در بیاد میگن این خائنه، صداش در بیاد میگن ببین این مسلمان ها غیر ایرانی هستند، این مسلمان ها ضد ایرانی هستند. اما برگردیم، اینا رو همه رو راجبش صحبت میکنم. ما ایرانی ها دارای تبعیض نژادی هستیم، خودمون رو از همه دنیا بالاتر حساب میکنیم، هیچ ملتی رو آدم حساب نمی کنیم و به دروغ می گوییم که ما معتقد به برابری و عدالت هستیم. نیستیم. شما در کشورهای اون منطقه نگاه بکنید، تعداد سیاهانی که در افغانستان هستن، سیاه چه کار به افغانستان داره؟ ولی تعداد آدم های سیاه پوستی که در افغانستان هستن و کار و کسب دارن، شغل دارن، به هزاران می رسه. یک سیاه پوست شما در ایران ندارید که شغلی داشته باشه. عرب که رنگشون تیره هست رها کنید، اونا سیاه پوست نیستن. عربی که در قسمت شرق ایران خوزستان زندگی میکنن، منظورم اونه. یا عربی که در جنوب ایران حدود بوشهر رو اونجا ها زندگی میکنن، خب رنگشون تیره است و نژاد سیاه پوست نیستن، عرب هستن. نژاد سیاه پوست
در قسمت بندر عباس ایران هستند. من یادمه تمام کسانی رو که برده بودن در زمان بچگی من در ایران، این دیگه داستان نیست که تاریخ باشه، من خودم شاهد بودم، خود ما دوتا از اینها رو داشتیم، بهشون میگفتن دده، کنیز زن، که اینها پرستاران من و خواهران من بودن، دایه نبودند، دده میگفتن به اینها، دایه به سفید پوستای میگفتن، این هم دایه بودن ولی چون سیاه پوست بودن میگفتن به اینا دده. شما یک سیاه پوست در ایران به من نشان بدید که شغلی داشته باشه. الان امروز میگم که عدالت اجتماعی رو در ایران اجرا میکنند و عدالت قرآنی رو اجرا میکنند. ما اون ملت هستیم. نه، حقایق رو باید گفت. ببینید اگر که ترس و خوف و اینکه من اینو بگم اینطور میشم، اون اونو بگه اینطور میشه، هر طوری میخواد بشه، هر طوری بشه، بازم خورشید فردا خودش رو نشون میده، میاد بالا سر وقت، همه جا رو روشن میکنه، باران هم که بیاد همه رو خیس میکنه، باران باشید همه رو آبیاری کنید، خورشید باشید همه جا رو روشن کنید. استثناء و اینها ترس نداره. شما اگه راجع به نسل آدم و نوع آدم صحبت میکنید، ملیت یعنی چی؟ اون بخش از افغانستان هم که با ایران یکی بوده در زمانهای گذشته، اونها هم همین اخلاق ایرانی ها رو دارن. در تعصب نژادی، البته ریشه شون در ایرانه، اونها در تبعیض نژادی و در تعصب نژادی و در برتری نژادی، هیچ ملتی رو آدم حساب نمی کنن، به خصوص سیاه ها رو. همین ایرانی های دروغگویی که در آمریکا میان ما طرفدار حقوق سیاه هستیم، هیچ نیستن، همچین همشون دروغ میگن. علتش اینه که ما این خود من نیستم، دلم رحم میاد من به سیاه پوست، اما من از بچگی اصلا ضد سیاه بار اومدم. مردم در یک زمان این تلسم رو بشکنید، این خانه شیشه‌ای رو که ما ذهنمون رو در اونجا زندانی کردیم بشکنید، بیاید بیرون آزاد بشید. من به هموطنان خودم دارم میگم یا دست از دروغ بردارید. آخه هی یک سمبولی درست کردید به نام کوروش بزرگ که مظهر کمال بشریته. نیستیم ما کامل. این حکومت ما نماینده ملت ماست. این حکومت رو از عربستان نیاوردند. این حکومت مال همین ایرانه. خمینی هم هندی نبوده، خمینی ایرانی بوده. ایرانی همین است که میبینید. خوبی هایی داره، بدی هایی داره، زشتی هایی داره، زیبایی داره، ولی زشتی تبعیض نژادی داره. یک پروفسور دانشگاه که علوم اجتماعی درس میده، 7-8 ماه پیش، پارسال بود به نظرم، یک بار توی فیسبوک شرکت کرد، دیگه هم نیومد. میدونید نوشت چی؟ نوشت دکتر جون با همه علمی که داری به درد همین افغان ها میخوری. و دیگه هم نیومد روی این خط. یعنی تو انقدر معلوماتت پایین تره که به درد یک مش آدم های درجه سه پایین به نام افغان میخوری. آره. حالا این دشمنی ایجاد میکنه بین دو ملت، به جهنم که ایجاد میکنه، بکنه یا نکنه. من معلم اونها نیستم. ما گزارشگر هستیم. گزارشگر باید درست گزارش بده. و اگر ما نتوانیم در این موضوعات به تعادل برسیم و جرأت صدق و صداقت پیدا بکنیم، دین ما به درد هیچ کس نمیخوره و هیچ وقت ما آدم نمیشیم. ما زمانی آدم میشیم که عیب خودمون رو ببینیم و نادم بشیم و
سعی کنیم اصلاح بکنیم و به کمال برسیم. حتما ما برنامه خواهیم گذاشت ریشه های تعصب نژادی رو در ایرانیان و اساسا رابطه تعصب نژادی با ملیت رو مطرح میکنیم. همین اشکالی که امروز در افغانستان هم هست. الان مگه در افغانستان این تعصب نژادی روی زبان، روی منطقه، روی قومیت وجود نداره؟ افغانستان به نیروی روسیه و آمریکا و انگلیس به این روز سیاه نیفتاده. البته اونا سرمایه گذاری کردن، طرح اصلی مال اونهاست، ولی از همین تبعیض نژادی مردم داخل افغانستان استفاده کردن و این کشور رو از پا در آوردن و از نظر ذهنی کشور تجزیه شده، همونطور که از نظر ذهنی ایران تجزیه شده. حالا ممکن از نظر سیاسی و جغرافیایی تجزیه نشده باشه، ولی باید دید که آیا یک کرد یا بلوچ خودشون رو عضو یک ملت احساس میکنن؟ آیا در عشایر مختلف و طوایف مختلف افغانستان صرف نظر از اینکه شیعه و سنی باشن با یکدیگر احساس هم‌ملیتی میکنن؟ نیست همچین چیز. ولی چشم، در موردش صحبت میکنیم. جناب چارلی بودند و برای این صحبت جناب بشار دوست که حتما این کار میکنیم. جناب احمد علی میگویند یک شوخی روا باشد استاد عزیز، شخصی دوستانش را میهمان کرد، به پسر معصومش گفت حواست باشد از دماغ چیزی یاد نکنی. پسرش گفت، دوستانش آمدند، گفت چشم. پسرش آمدند، روی سفره نشستند. پسر از پدرش پرسید، پدر شما گفتید، پسر از پدر پرسید که پدر شما گفتید از دماغ، یعنی از بینی، چیزی نگو، ولی یکی از دوستانت اصلا دماغ ندارد، یعنی بینی ندارد، یکیشون دماغ نداشت. بسیار جالب. جناب خاکسار برنامه رو شیر کردن. همه شما که صدای من میشنوید برنامه ما رو و خودتون رو شیر بکنید. جناب چارلی می نویسند که حقیقت رو بر سر دو دیده و قلبن قبول داریم. خواهش میکنم از جان و دل که حقیقت را واضح بیان کنید و باور کنید که همین قدر بر وجودم این کلام حق قوت میبخشد که این تنها بر این بزرگیش برایم کوچک معلوم میشود و دلچسبیم از دنیا کنده. رحمت خداوند رحمان بر شما بود. جناب خطول هم با ما هستند و شعر کردند. چقدر این دوستان خوب عمل میکنند. خانم آقاسی می نویسند چگونه است اگر مرد توبه کند؟ ملاحظه میکنید سماجت رو؟ این کلام همسر من است. میگویند که چگونه است اگر مرد توبه کند و تقاضای عفو از همسرش نماید؟ زنا هم تجاوز به فرده، هم تجاوز به خانواده است، هم تجاوز به خداست، هم حق و ناس، هم حق الله. و در قرآن برای این امر من تبصره‌ای ندیدم. حالا شما دعا کنید که من خدا بشوم، تمام کارها رو درست میکنم، ولی تا وقتی که خدا نشدم فقط گزارش میدم. میبخشید انشاءالله. دلم میخواست که میتوانستم و شما رو امیدوار میکردم، ولی سوادی که من دارم راجع به قرآن همینقدر اجازه میده. با نهایت تأسف. جناب همایون رسول میگویند که
استاد بزرگوار، شما در رابطه به داشتن دو خواهر همزمان در عقد نکاح یک مرد که اگر صورت گرفته می توانند ادامه زندگی بدهند، حالت استثنایی دیگری برای دو زن توسط یک مرد نیست؟ در این آیاتی که خواندیم خیر، در آیات دیگر هم الان من چیزی خاطرم نمی آید، مگر اینکه قانون مجاز کرده باشه، مثل شمول شرایط حفظ منافع یتیم. ولی اگر قانونی نباشه، یعنی مرتکب زنا شده باشد، راجب حکم بخششش باید از دیگر قرآن شناس ها کمک بگیرم. دو سه روز است که آقای توفیقی نیستن، شاید از ایشان میپرسیدم این مشکل رو حل میکردن. جناب حق پرور، پس رحمان و رحیم بودن خداوند هم زیر سوال میرود. اگر خدا، اگر خطاکار یا زناکار نادانسته خبیث شده، حالا از آیات مبارک مطلع شده باشد، باید مورد عفو قرار گیرد. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، برگردیم و مشکل فرید عزیز رو از دریچه قرآن نگاه کنیم. با ما باشید.